کارون گفتن رفتی هورمونات رو تنظیم کنی. بیا فهمدن صد بچه ها رکورد تطلو رو زدیم. خب فرار جان بیا شما بشین. فرار بیا بشین من اونو میزنم. چیو؟ همه زده شده، همه چیز زده شده. چی؟ اینجورو بزن بیا بشین دیگه. پایین سمت چپ. آره الان ما داریم اینترو رو میشنیم ولی شما نمیشنویم. فقط خواستم در جریان باشیم. از این مدیری بذارو باد. آمده این؟ دو رو باید بیاری پایین. سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من واقعا دیگه این بار کارون نشسته. سلام. فرهادم هست با ما. سلام. فرزادم پشت دم و دست قرار باشه که نشسته کنارمون این دفعه. سلام. چه خبر، خوبین؟ مشکل خیلی چرا احساس کنید یه ذره جا نیفتادیم؟ دقت کردین؟ آره. تو هم این مشکل داری؟ چیه؟ نه. نه. اون میکروفون رو به دستش، هیچیش نیست. جونم براتون بگه که امروز اپیزود چیه؟ امروز اپیزود آخر فصل پنجمه. لایو هم داریم میریم. امیدوارم که کسی که لایو میبینن صدامون مناسب باشه. حالا مطمئن نیستم در این مورد. تو وصلی؟ من وصلم. آره. میخوای تو بگی دسته؟ خانه اگه صدا مناسب نیست به ما بگید اینجا که داد بزن. ببین بعد برها بلند صحبت کنید دیگه، اون بابا باید بگیره. یعنی میکروفون اون بابا. آره داستانه. ما برنامه همون چجوریه؟ ما اول میخواییم یه چند تا جالب بریم، چون که جالبا اینطور بودن که مردم دوست داشتن موقعی که صدا میرفتیم خوبه. صدا خوبه، صدا میگن خوبه. خدا رو شکر. زومه. اول جالب میریم، بعد سوالای دوستان رو جواب میدیم. در حینی که جواب میدیم فکر کنم برنده ها رو اعلام کنیم. آره. بعد چی؟ یه سری آمار و اینا میدیم از پلتفرم‌های مختلفی که ما رو شنیدن. یه سری آمار و ارقام داریم. بعد دیگه چی؟ تموم شد دیگه، هم میریم. آره دیگه. خیلی هم عالی. خودش زیاده. آره. فرض تو میخوای در مورد جالب افتاد. خیلی سوال اومده. یعنی اون قسمت سوالا احتمالا خیلی جذاب خواهد. کسی هم میاریم لایف. من دیروز قرار بود استوری برام، نرفتم واقعیتش. چرا دروغ که لایف دو تای با همون بیان؟ آره. چی میگن؟ جای کارون خرابه، همه دارن میگن جای کارون. تو زیر کامنت هایی؟ آره لا کامنتیم. کامنت هم نمیتونم. خب من میتونم برم یکم تغییر بدم. چیو برو تغییر بده اگه میتونی؟ نه فرزاد میفته بیرون. نه از هم یه ذره میتونی بکشی عقب. آره عقب تری واسه. آره برو. خیلی خوب. میخوای تا فرهاد داره اینا رو تنظیم میکنه ما شروع کنیم به خوندن چیز جالبا؟ باشه. جالبه مثلا جالب باشه واقعا. چی داری برامون؟ مثلا سنگ پا اینا نباشه توش. این چیزای چندش آور کمتر بگو. سخت شده جالب پیدا کردن. من وبسایت بگو بهت بدم. آقا همه اخبارو که اولا دارکه و نمیدونم فلان. میتونه زندگی میتونه دارک باشه. ولی خب ما سعی خودمون رو کردیم. بفرمایید. میخوام با یه داکیومنتری شروع کنم. نمیدونم در مورد این حرف زده بودیم یا نه قبلا. اسم داکیومنتری هست تایگر کینگ. بله بله. صحبت شده بود؟ کم صحبت کردیم و سرت الان تو خیلی بلنده. بله بله. آره در مورد تایگر کینگ صحبت کردیم دیگه. الان توی نتفلیکس، الان که دیگه اونقدر هات نیست. اوایل کرونا اومده بود. اون موقع خیلی به قول معروف برای خودش هات شده بود و موضوع بحث‌های مختلف شده بود. بگو جو اگزاتیک. جو اگزاتیک. من جالبش برام اینه که من خودم تازه شروع کردم، نیده بودم، نشستم. خیلی عقبی. خب من شروع نکردم. نیدی تو؟ من اینطوری که هر اپیزود، من پیشنهاد می‌کنم همه ببینن، هر اپیزودم می‌بینی کلاً چی داره میشه. خیلی خوبه. ببین خیلی عجیبه. مثلا اتفاقی که توش میفته بعد ببینید دیگه زیاد. ببین یه سری دوست پسر داره این مرده. خب و هیچ کدوم از این دوست پسرها گی نیستن، فقط به خاطر پولش اومدن باهاشن.
و بعدن اصلا یکیشون میره ازدواج میکنه با یه خانم بچه دار میشه. خیلی عجیبه. اصلا یه اتفاقای عجیبی توی این داکیومنتری داره میفته. اصلا خیلی بعد اون میگه چرا این اتفاق خنه افتاد. من یه کامنت بدم و بعد بپیوندم به بحث. بفهم کامنت طولانی اگه ندن کار خیلی خوب میفته. شوخی کردم ولی اگه کامنت در حد دو سه تا مثلا دیگه آخه بخوای 4 نفر رو توی لایو جا کنی. حتی نه به سایز اسکرین گوشی هم ربط داره. درست قطعاً. من اینجا دارم کامل همه رو خوب ببینم ولی بعضیا نمیبینن همه رو. نه خب برهم میاد سایز فونتش سایز فونت و اینا فکر کنم اسکیل نمیکنه بخواد اینکه ما اینجا کامل داریم میبینیم همه. نه کامل میبینیم. منظورشون اینه که تو صورتت مثلا کامنت ها میاد رو صورتت نمیتونن قیافه جذاب تو رو از پس کامنت ها ببینن. فکر میکردی یه روزی کامنت بیاد رو صورتت؟ دیدی یه چیز دیگه هم بدونم، یه چیز دیگه هم که خیلی موده میگن لطفاً قلب نزنید کامنت ها رو ببندی. آره قلب نزنید لطفا. خود جو اگزاتیک رو کجاش بودیم؟ جو اگزاتیک این که من چیز دوست پسراش بودم که دوست پسر داشت ولی واقعا اونا بعد رفتن زندگی خودشونو داشتن، یکیشون خودکشی کرد. ولی ببینید تو تمام کردی دیگه نه؟ خیلی تو دیدی؟ منم دیدم، منم تمام کرونا دیدم. اون صحنه ای که اون پسر خودکشی کرد خیلی وحشتناک بود. آخه خب میزان فشار و همه چیزایی که در نظر میگرفتی میزان فشار روش بود؟ آره دیگه به عنوان یه شخص فشار زیادی روش بود. فکر کن مثلا تمایل به اون جنس ما یعنی هم جنس خود نداشته باشی ولی حالت شرایطی چرا میمونی؟ تن داده باشی به این کار. یه چیز دیگه این بود که اینا رو انگار معتاد کرده بود. یعنی معتاد که بودن ولی به اینا مواد میداد که بمونن. نه واقعیه. چون واقعیه واقعیته. هر از مستند. واقعی تر از مستند ها؟ ثابت شده. بی نیاز از سند. دیگه چی؟ دیگه داشتم جونگه بده من خودش حرف میزدی بیتر یکی دیگه جایی که من ساکتم. بگو یه دونه مخصوص کارون در مورد آقای ترامپ که این هفته همین هفته بود، هفته ای که گذشت یه توییت کرد رو توییتر که توییتر بلاکش کرد به خاطر اینکه هفته قبلی بود. هفته قبلی در مورد صحبت کردیم مثلا. آره بلاک نکرد، برچسب برچسب راستی سنجی روش گذاشت. الان یه چیز جدیده، یه فیچر جدیده. نه فکر کنم بوده فیچره ولی روی ترامپ تا حالا نزده بودن که این آدمای معروف که یه حرفی میزنن که لزوما درست نیست میان یه برچسب راستی آزمایی روش میزنن. میگن چی؟ یعنی میگن این بعد درست نیست یا مثلا میگن بعد فکت چک بشه سنجیده بشه. مثلا حرفی که زده بود گفته بود اگه انتخابات از طریق سیستم پستی انجام بشه توش تقلب میشه، اینا این برچسب زده بودن که مثلا این باید تحقیق بشه روش. واسه دنبال کننده ها میزنن که حواسشون باشه. آره مثلا این فکت نیستش که خیلی خوبه. و تا حالا رو ترامپ نزده بودن، اون موقع دفعه اولش بود که بعد این شروع کرد مثلا مقابله به مست کردن با شبکه‌های اجتماعی. بعد فیسبوک از اونور گفت نه ما این کارو نمی‌کنیم، چون بالاخره مارک زاکربرگ شام خورده بود با ترامپ. اینم بعدا فکر کنم مکافات بشه دوباره، بعد بگن کیان که خب الان این برچسب رو میزنن رو توییتر. نه آخه نمیگه غلطه که، میگه اینو برید اول دمش تحقیق کنید بعدا. میدونم ولی خب همینم هم یه سری چیز حجمه و خودش میاره دیگه خواه نخواه. بعد اونایی که به توییتاشو اینا میچسبن حجمه که دیگه باور کن توییتر پی اینو به تنش مالیده وقتی میاد اینجا. اما حجمه میخوای صحبت کنی حجمه مختلف. ولی یه دوباره یه چیز دیگه هم که شد، اسنپ‌چت هم دیگه گفته که اکانت ترامپ رو پروموت میکنه، چون یه قسمتی داره اسنپ‌چت میتونی ادورتایز. دیروز داشت پروموت میکرد. جدی میگی؟ بله. یعنی تو دیدی؟ بله. یه دونه استوری دارم خونده بودم در مورد ترامپ. سی هم گفت و اینا. بعد شاید طول میکشه تا تا بیفته. چیز جالبی که برای من بود وقتی اینا رو میخوندم، یاد اون اپیزود کاش اپیزود یادت باشه آزاد، نه آزادی بیانی که خب. رفتیم و اینی که آقا مثلا یه کمپانی میاد تو آمریکا میگه من مثلا اکانت رئیس جمهور رو چیز نمیکنم، ولی حالا تو ایما میگه من دیدم دیروز. من دیروز دیدم ولی آخه یعنی رئیس جمهور هم داریم تو رئیس جمهور به کلای رئیس جمهور نباشه. نه ولی این برمیگرده به اون قضیه آزادی بیان دیگه. لزوما تو هر کشوری اتفاق نمیفته، اصلا تو خیلی از کشورها جرئت نمیکنی حرفی بزنی، ولی خب یا آمریکا حداقل راحت میتونن هر چی دلشون بخواد. نه الان میگه دیگه نمیذارن دیگه.
چیو نمیذارن؟ الان میگه که اکانت مثلا ترامپو دیگه پروموت نمیکنه. نه، این منظورش از آزادی بیان این بود که حتی اون کمپانی میتونه مثلا ضد رئیس جمهورش حرکت کنه. آره، شاخشونه بکشن. آها، من فکر کنم میگه مثلا آزادی بیان دارن ازش میگیرن، نمیذارن طرف حرفش رو به این برنامه. آزادی بیان خودش رو تو فاکس نیوز داره. آره. برای یه رسانه رو داره همیشه. فکر کنم مثلا یه رسانه بیاد بگه ما دیگه حرفای مثلا احمدی نژاد رو پخش نمیکنیم. چقدر رسانه محبوبی میشه. الان دیگه خب در مورد چیز میخونم، آتیش سوزی هایی که ایران شده بود تو جنگل های زاگرس. بله، یه چیزی که برای من داره میشه یا حالا کنترل شده کمی، یکی یه چیزی برای من کنترل شده الان یکم تا حدودی. خب برای من جالب بود، میگفتن یکی از دلایلی که حالا زیاد نمیتونن خوب منیج کنن و اینا اینه که عکسای هوایی که دارن از اون منطقه قدیمیه و آیدیای ندارن که دقیقاً این مپ این چجوریه، مثلا جنگل چجوری روش کرده کجاها، زیر دستشون نیست کامل این داستان. حالا اینی که نمیدونم این درست بود یا غلط، ولی من توی اخبار ایران خودم نمیدونم، من اینو نمیدونم. ولی آخه اتفاق بعدی که تو ایران داره میفته اینه که هزار جای دیگه‌ش هم آتش سوزی داره اتفاق میفته و یه سریاشون هم میگن عمدیه. توی خوزستان داره اتفاق میفته، توی امروز صبح من یه خبری دیگه یه جایی پارکای چیتگر. آره، پارک چیتگر هفته پیش. چیتگر تهران؟ آره. نه، مال اصفهان. نه، فکر کنم گفت آخه پارک های چیتگر. بله، پارک های خیلی بزرگی هستن. همش اسمش چیتگره. بله. آره، جاهای مختلف همینجوری داره میسوزه و یه سریش هم میگن عمدیه، هیچ وقت اثبات نمیشه تهش. بعد یه بار میگن بازداشت کردیم عاملش رو، یه بار تکذیب میکنن. نمیدونم دیگه. یه خودروی که مهاجرا توش بودن هم آتیش گرفته، بعد یه سری‌ها گفتن تیراندازی شده، بعد تکذیب شد. کجای ایران؟ توی یزد بود. آره، مهریز یزد. آره، یه سری مهاجر افغان بودن، تیراندازی شده بهش، میگن تیراندازی شده خودرو آتیش، میگن تقریبا گریز بودن، مثلا که خودرو واین استاده، بعد این ادامه داده. من متاسفانه ویدیو شد توی توییتر بود و دیدم خیلی ناراحت کننده. یعنی چون میبینی دیگه، حالا باش نبینی بگو، حالا داری میگی جسدها از چون یه تعدادشون توی صندوق عقب اون پژو پرشیای بودن، 13 نفر تو ماشین بودن، بعد یه ماشین مثل اینکه خب اینا سواری گیر افتادن تو اون صندوق عقب دیگه، بعد اومدن بیرون. یه طوری بود که فیلمه رو که میبینی یک و نصفی بدن بیرونه و داره مثلا تو آتیش هم میسوزه. خیلی آره، کلا آتیش سوزی زیاد داره اتفاق میفته. شهر لا آتیش ها، از لا کرونا، از لای بلای دیگه میریم ما. ببین اینقدر قانون بقای لا وجود داره، از لا آتیش میریم لا کرونا، از لا کرونا میریم. دیشب یه چیزی داشتم میخونم، نوشته بود وقتی که تقویم رو عوض کردن از یه حالت تقویم به یه تقویم دیگه رفتن 2012. آره، 8 سال گم شده تو تاریخ. بعد میگم الان 2020 عملا میشه 2012 که تقویم مایه ها اگه اشتباه نکنم پیش بینی کرده بود که دنیا تموم میشه. گربه چه چیزی؟ گربه چی داستانه؟ چیز مسخره گفتم، اینی که کارون گفت عکس گربه، گربه روش داره چشش اینجوری چارت زده بود. آره آره. بعد انقدر اتفاقات عجیب غریب داره میفته و آدم به فکر فرو میبره، کرونا تقریبا رفته تو سایه. یعنی ببین احساس میکنم حالا ما خودمونم یکم خودش واداد، دیروز با کارون هم صحبت کردیم، تقریبا خود ما هم تا یه مقداری زیادی وادادیم، ندادیم جمع ندادیم. من خودم شخصا وادادن نه، از این جهت که مثلا رایت دیگه برم همه رو لب بگیرم نه، ولی نه ولی مثلا در این حد که حالا یه چیزی میخری میاری دیگه اونجوری سفت و سخت همه جاش زد و فوی. آره آره، مثلا چون آره قبلا این توی قبلا دم در شما رو اسپری میکردم، الان این اتفاق نیفتاد. و حالا از مفهوم سوشال دیستانسینگ داریم به مفهوم سوشال بابل پیش میریم که در واقع هر آدمی یه حبابی میتونه داشته باشه از آدمایی که مطمئن ازشون. میگن تو اون حباب خودتون میتونید معاشرت کنید، ولی معاشرت از اون حباب بیرون مثلا نباید بره. اوه خیلی بزرگی دارم. آره این حباب خودی اون خطرناکه دیگه، یو با حبابت میتره که این حباب همش. آره ولی الان احساس میکنم حالا توی ایران که خب خیلی وقت معلوم به خاطر امرار معاش باید میرفتن سر کار و جامعه باید حالا برمیگشت به اون حالت قبل از کرونایی، الان دوباره میگن که آمار داره متاسفانه میره بالاتر دوباره تو ایران. ونکوور هم یواش یواش داره باز میکنه، رستوران ها دارن باز میشن، حالا با
پروتکل های جدید با قوانین جدیدی که وجود داره، ولی خب میتونه داستان بشه دیگه، میتونه اذیت کننده بشه. آره دیگه. آره من ایران اخباری که میخونم حالا مال 16 خرداد بود البته این عدد، 2886 تا کیس جدید و 63 تا کشته دوباره داده بود. آره که این عدد ایران روی 1500 1300 حتی زیر 1000 هم اومد، ولی خب از وقتی دوباره خیلی باز شد یه دو سه هفته بعدش دیدیم عدد تقریبا 2-3 برابر شد. حالا جالبه من این هفته سه شنبه چهار شنبه فکر کنم بیدار شدم بدن درد و گلو درد، خدایا تنها چیزی که بهش فکر می‌کردم کرونا، گفتم گرفتم دیگه تموم شد. بعد چجوری آخه من جایی رفته بود؟ نه ولی خب انقدر تو ذهنت اینا بابله دیگه، بدنت هم یه کاری می‌کنه که فکر کنی آره اونه، مثلا هی دد میگم ای من گرمم، من گرمم. بعد حتی من حتی چقدر هاتم اون روز نرفتم سر کار، البته از خونه کار میکنیم، ولی اون روز زنگ زدم من مریضم. بعد گفتن علائم چیه؟ گفتم علائم کرونا نیست الکی. آقا من دستشویی نرفتم، رفتم این تنظیم این دوربین رو درست کنم. یه روز که خوابیدم ایمان رفته دستشویی. کسی که دستشویی میره کارونه معمولا، من هفته یه بار میرم. از چی که آدم میره به تناسب ورودی خروجیه، شما غذا نمیخورید از چی هم نمیخورید بیرون غذا میکنه. الهام هم گفته حبابتون رو دوست دارم. خب برو برو جالب عجی جالب بگو. الان ما یه ذره سرعتش رو زیاد میکنیم، ما اولش داریم گرم میکنیم. آره داریم گرمش میکنیم. آره سرعت قضیه رو زیاد میکنیم. این دوباره میگم جالب نیست، ولی خب من خودم یه ویدیویی بود که دیدم و ناراحت کننده بود. دوباره توی این اتفاق توی شهر بوفالو توی نیویورک افتاد، شاید دیده باشین ویدیوشو، ولی یه پیرمرد 75 ساله است داره برخلاف یه لشکر دیگه پلیس میره، پلیسای چیزن ضد شورش. بعد دو نفر از این پلیسا میان همینطوری که داره برخلاف میاد میزنن تخت سینه این پیرمرده، میندازنش رو زمین، سرش خون میاد و همه فیلمش هست. حالا خبری که اومده بیرون اینه که چی شده؟ یعنی چیه دست فراد؟ من از اپیزود قبلی عادت کردم یه چیز کوچیک دستم باشه. میکروفونه بود این هم الان نمیتونم لایو بگم جوابتو میدادم. بگو بذار بعدش حرفش بزنم. این موازنه خودکست هم میگفت که آها خبری که اومده بود این که عجیب بود، اون دو نفری که زده بودن پیرمرد رو انداخته بودن و الان ساسپند کردن از اون تیم، تعلیق شدن. بعد به نشانه اعتراض یا حالا هر چی یه تعدادی از اون تیم ضد شورش، کل تیم ضد شورش استفاده دادن. مثلا اون شهر داداشون زیاد نبود، یه چیز نداره، 5 تا اینا بود ظاهرا دیگه ضد شورش ندارن دیگه اون شهر. آره اون یه نیروی خاصی بود که زیر مجموعه پلیس هم نبود، کلشون استفاده کردن. اعتراض به اون تصمیم ساسپند شدنی قبول نداشتن، میگفتن کمه چی اعتراض به چی. آره اونا داشتن میگفتن کاری نکردن اون دوتا مأمور، به نشانه همدردی همه استفاده دادن. اونجا آماده است الان برای، نه خب پلیس هست، اون یه نیروی خیلی خاصی بود. برو یه عکسی تو توییتر فارسی این هفته گشت، یه خانمی بود که فکر کنم لباس اوردر داده بود، حالا ایران بود یا هر جا، بعد عکسشو مقایسه کرد و یه رژیم فرستاده. آره اون خیلی گشت، خیلی اتفاق میفته. آره ولی که مثلا چیزی که آنلاین میبینی میخوای بخری با اون چیزی که واقعا میرسه زمین تا آسمون متفاوته. شده برا تو؟ من نشده ولی از لباس برای فرهاد شده بود. آره فرض میخوای توضیح بدی؟ یه سری تیشرت برام آورد مثلا بدن خب سایز من، آقا میدونه خیلی دیگه میدونن آستین سایز پدر جد من. قرار بود خب ما بریم ایران دیگه، یعنی تو این داستان کرونا، تو این داستان که نه قبل کرونا ما بلیط داشتیم الان قرار ما ایران باشیم و من صبح الان میتونم کانورسیشن با دوست عزیز در تهران نشون بدم، ما قرارمون رو گذاشته بودیم، من قرار بودم تهران تیشرت های نو بگیرم، نشد دیگه. این اتفاقم واقعا درسی شد که اون تنها تجربه خرید آنلاین بگو درست من. بگو که اصلا یعنی دوستان میخوام خیلی میخوام بدونن تجربه چیه. بله ما اومدیم سواب کنیم کباب شدیم، یه سری تیشرت من میخواستم بگیرم واسه بچه‌ها، بعد اینا تهران بود فروشنده، منم اصفهان بودم، من سفر تهران واسم پیش اومد، اومدم برم تهران، دوست فروشنده رفته بودن شمال، اون چیز
اون گرداننده اون فروشگاه قرار شد من برم اصفهان، ایشون مثلا با عکس توی واتساپ بفرستن و ما طرح رو انتخاب کنیم. من واسه چیز بچه های سه طرح فرستادم، گفتن اینو میخوایم اونو میخوایم و دیگه. بعدم چون ما تجربهش رو داشتیم که قبلا کارون و ایمان هم از ایشون خریده بود و سایزا فرق میکرد، گفتم آقا اون سایز آخریه که به رفیق من دادی اونو میخوام. گفت باشه باشه اینا همونه. من از ایشون نخریده بودم، نه از اون مؤسسه خریده از اون مؤسسه گرفته بودم، ولی از این شخص من نمیدونم. ایشون مدیر فروش بود دیگه، همه چیز دستش بود. گفت نه اینا همونه، دوختمون تغییر نکرده. خب منم دیگه چیز بود دیگه، خیلی زیاد داشتم روی این قضیه وقت میذاشتم، گفتم اوکی دیگه وقتی اینو باهات کانفرم کردم حتما همیناست. اینا اومد و خب شب قبل پرواز منم رسید، رفتم ترمینال از اتوبوس گرفتم و دیگه همینی بود که بود دیگه، آوردم که حداقل نشون بدم یه چیزی. الان داری میگی من، ما خیلی از این برند زخم خوردیم یادت باشه. بازم میدونی که منم رفته بودم تهران بخرم، رفتم توی پاساژ اسمش خود یادم نمیاد، علا اسمش کجا بود؟ شما هر سه تا شعبه رفتم اصلا نمیدونم، همشون بسته بودن. بعد رفتم و یه اتاق پروف خیلی کوچیکی داشت، رفتم امتحان کنم ببینم اندازه است و اینا. دست من گرفت کنار آینه این، ما از اونجا رفتیم بیمارستان. حالا من شب پرواز دارم. جالبیش اینه که دایی منم اینطوری بودن که خب ایمان جان من الان تو رو تنها میذارم، برای یه ساعت کار دارم، شما خاری دستمون نده، مثلا خراب نکن چیزیو. بعد تماس بعدی من با دایم بود که من تو بیمارستانم دارم بخیه میذارم. خلاصه دیگه بنده خدا با موتور خودش رسون به ما. و یه آقا هم بود که اینو داستانش رو نمون گفتم یا نه، دکتره اینطوری بود که رفتم اونجا، بعد دست من رو دیده از بعد میگه که خب چیکار کنیم. میگم والا خب من اومدم این شما میگم چیکار کنیم. میگه میتونیم بخیه بزنیم میتونیم نزنیم. گفتم اینقدر که نمیدونه، یا بخیه دیگه بعد بزنیم دیگه، اگر که بزنیم بهتره، ولی میتونیم هم نزنیم. گفتم آقا جون مادرت دیگه. خلاصه یه بخیه زد و بخیه زدی کجا؟ آره دستمو انگشتم. آره بعد توی فرودگاه باز کردن دستمو، چون بامپیچی کرده بود. گفت بعد ببینم توش چیه. گفتم آقا انگشت دیگه توش، یعنی نصف انگشت هست. یه جوری میگفت توش چیه، توش انگشته دیگه. خلاصه هم تهران باز کردن هم آلمان، بعد دیگه داستان شد. آها آلمان هم باز کرد. آره دو جا باز کردن. آره خب گفتم اینطوری نمیشه برم تو ایکس ری فقط ببینی توش چیه. بریم سراغ سوالا. آره نداری دیگه. آه این چیزو میدونی داستان دلیوریو به خاطر این گفتم که یه اخبار جالب دیدم، یه آقایی تو تورنتو یه نامه میاد در خونهش، حالا یه بسته ای تا باز میکنه میبینه این مال 2012 بوده، قرار بوده 2012 بهش دلیوری بشه، ولی الان دارم 8 ساله شیر بوده. آره و نه یه مثلا ژل بوده، یه برای حالا نمیدونم مو چی بوده، و کانادا پست مثلا اینکه اینو انداخته بوده یه جا گم شده بوده. و تو کانادا اتفاق افتاده. آره تورنتو. گوشی میکنی زیاد مثلا؟ نه نه سرش هم این گوشیه. خب این اتاق خوندم یاد اون چیزم دیده بودم در توییتر، دیدم که پستم داستانی شده. البته خیلی خوب بود تو کرونا، همه چیا رو اوردر داد، خیلی سری میوردن. البته تو یه دونه چیز سفارش شدی خیلی طول کشید. همه چی نه زیر دو هفته همه چی اومد. واقعا این نظام سرمایه داری خدا پدرش بیامرزه واقعا به ما کمک کرد اینجا. بیزوز رفت و رفت. بریم سوالا. آره تو سوالا رو بخون. فقط گفتن چرا با ما معاشرت نمی‌کنید، سوالامو جواب نمیدیم. داریم میگیم دیگه، بذارید دوستان بیان. ها الان می‌خواید سوالای این تو رو بخونید. ولی یه نفر از وای الهی روخکاریش جدیدن شروع کرده تمام کامنت‌های یوتیوب و کست باکس رو داره جواب میده. بعد از به هر حال یک سال التماس و تقسیم کار به هر حال سش درد نکنه واقعا. چه خیرخواه. تو یوتیوب هم اومدی؟ دیگه بیرونت ننداخته؟ تو نمیری که نمیدونی دیگه بیرونت ننداخته یوتیوب؟ بس بذاری من سوالا رو بیارم. بله خب چه خبر بس بذاری از اول بیارم. به عنوان مدی پروژه انتخابش کردیم تو یوتیوب. آه چقدر برایتنس گوشید کمه، یه چیزی سوخته واقعا. یعنی آها خب پس مفاهیم غیرت و ناموس رو تعریف کنید. ناموس حتی اشتباه نمیشه بودن معموس که حفظ هستن کامنتار. بعدش هم اومدن
درستش کردن. اگه شما حفظی نه من فقط خود سوالا رو دیده بودم. بفرمایید. بگو فر تو بگو. من چی بگم؟ حس خاصی ندارم بهشون چون نگفتیم حس تو گفتن تعریف کنید. تعریف کن غیرت و ناموس. غیرت که خب الان دیگه این شده که نباید غیرت داشته باشی. الان بی غیرتی مده. نه به اون لفظی که مثلا نذاری دختر فلان کارو بکنه، نذاری مثلا خانومتون طوری باشه. من بگم تو آره آره بگو چون من آره که برید اگه دوست داشتید اپیزود کامبیزو آره کامبیزو هفته قبلشو آره اپیزود آخر یکی مونده با آخرشون اون خیلی خوب توش توضیح داده بود. به نظر من اپیزود نابی بود، دوست داشتید برید گوش بدید. ولی خب اینا همه از همون مفاهیمی میاد که ما یه دور راجبش صحبت کردیم که آقای یوال نوآ هراری گفتن که در واقع چی میگه؟ میگه بهش اینا ایمجین ریالیتی، واقعیت حالا مجازی یا تصور شده. و داستان اینه که اینا توی بیولوژی که وجود نداره، توی طبیعت که همچین مفاهیمی وجود نداره که آقا مثلا شما که موجود نر هستی باید از ماده مراقبت کنی یا ماده مثلا میشه اموال تو یا هر چیزی. اینا مسائل فرهنگیه که به هر طریقی از بچگی توی ذهن همه فرو رفته. تو طبیعت و حیوانات و اینا اتفاق نمیفته؟ نه منظور اینه که بیولوژی به تو تحمیل نمیکنه که نر باید مثلا از ماده مواظبت کنه. خب اینا چه مسائل فرهنگیه، این تو ذهن ما رفته که آقا اونی که مثلا حالا مرده باید به چه میدونم اعضای خانوادهش که مؤنث هستن باید به چشم مال نگاه کنه، باید یه مفهومی به اسم غیرت رو اینا داشته باشه، باید نمیدونم رو همه چیزشون نظر بده. به چشم مال یعنی مثلا سرمایه توری یا یه چیزی که مال من مالکیت. یعنی شما انگار مالک هستی و اجازه داری راجع به همه چیز نظر بدی، تمام تصمیم گیری یا دخالت کنی. و دیگه تا اینجا پیش میره که هفته قبل دیدیم دیگه یه پدر میتونه بزنه بچهش رو بکشه فقط رو این حساب. این تو از من سوال میکنن کدوم حیوانا غیرتی. خلاص اینا چیزای فرهنگی، اینا وجود خارجی نداره، اینا تو ذهن ماه. و فکر کنم الان دیگه وقتشی که همه ماها روی ذهنمون کار کنیم. خیلی هم چیز زمان بریه، به این راحتی ها اتفاق نمیفته، ولی باید روی ذهنمون کار کنیم که دیگه به اینجور موارد و مباحث خیلی اعتنایی نداشته باشیم، به خاطر اینکه سود که نداره هیچی، ضرر داره، به خاطر اینکه 50% جامعه رو ما داریم آزادی رو ازشون میگیریم. بعد حالا یه چیزی در کنار این، مثلا بیشتر وقتی بحث غیرت و ناموس میشه ما روابط و حالا احساسات و اینا میاد تو فکرمون، یا حداقل من اینطوری هم شکل میانده. ولی مثلا بعضی میگن طرف نسبت به مرز و بومش غیرت داره، مثلا نسبت به کشورش غیرت داره، مثلا میگن فلان چیزو جوری باش رفتار میکنه انگار ناموسشه. آیا وقتی این ناموسو تو این چیدمان بیاریم درسته؟ کلا من موافق استفاده از لفظ ناموس نیستم. خب مثلا همون لفظ مثلا ایمان از بی‌ناموس تو خیلی لفظا رو موافق نیستی. اصلا کلا فرهنگ لغاتت متفاوته، خیلی محدوده. فرهنگ لغاتت با ما متفاوته. بذار ما که خاکی هستیم اینا استفاده کنیم. خود ناموس غیر مستقیم داره به یه مفهومی اشاره میکنه که اون مفهوم سابقه خوبی نداره. رو این حساب حالا تو به کشورت بگو. آخه همون مسئله کشورم هم اینا هم همه مسئله ذهنیه. خب یعنی مرزی هم وجود نداره، همش ذهنیه دیگه. تو طبیعت که مرز وجود نداره. اینا چیزاییه که ما وضع کردیم، آدما وضع کردن و دارن دنبال میکنن. خب تو حالا میتونی در راستای چه میدونم بهبود اوضاع کشورت قدم برداری، این مد نظرت باشه، ولی خب باز از اون ور تعصب داشتن رو هر چیزی، تعصب بیخودی داشتن باز خروجی خوبی نداره. رو این حساب حالا ناموس تو با هر چیزی نسبت بدی، این لغت باید از دیکشنری ما ناموس خودمه سوخته است. پس غیرت و ناموس خودمه دوست دارم. مثلا ناموس نسبت ایمان با کارون چیه؟ داداشم اینو ما یه رابطه یه لاو هیت ریلیشنشیپ خوبی داریم ما هم دیگه. ما دوستیم از دوم دبستان، خانم پازوکی. خانم پازوکی سلام. خبر دارید از خانم پازوکی؟ نه متاسفانه من از پدر خودم الان دو سه روز خبر ندارم.
قدیمی از خانم پازگی. معلم دوم دبستان یه خانم خیلی قد بلندی بود، البته اون موقع تو ذهن ما قد بلند. آره نه واقعا قد بلند و ترکیب. نه نمیدونم الان آره بعد خیلی خدا حفظشون. شبیه نظامی ها بودن. آفرین. چند سالشون بود اون موقع؟ نمیدونم. صورت استخونی داشتن. توی 30 سالگیشون بودن. خیلی آدم با دیسیپلینی بودن، خیلی منضبط بودن و ما بسیار خاطرات خوبی ازشون داریم. خانم پازوکی. کلا معلمای دبستان خیلی معلمای من فقط خانم پازوکی یادمه. چرا نمیذارید فرزاد قشنگ حرف بزنه؟ چرا غالبا اولویت حرف زدن با کارون هستش؟ نه خودش بلد نیست قشنگ صحبت کنه. ما نمیگیم. آقا یکی گفته دست میگیره اون. بابل سر نمیای. جواب نمیدید این سوالو؟ بابل سر نمیایم ما؟ نه چرا نمیذارید؟ آها فرزاد تو چرا؟ سوال اومد. چند تا لایو اومد؟ نه. آره هر کدوم من که جواب دادم. طلبکارم شد. خب تو حرف بزن. آخه مثلا ببین وقتی داشتی در مورد رنده پا صحبت میکردی انقدر آروم داشت و شمرده داشتی میگفتی من سه بار اغ زدم، یعنی دو بار اومد تو دهنم. آره قرتش دادم. لغت بر ثانیهش رسیده بود به نیم، یعنی هر دو ثانیه یه لغت میگفتی. بابا ما رفتیم قرنطینه مستند تعریف کرد. قرنطینه حرف زدنمون یادمون رفت. سرتو خیلی بد تو گوشی هست. یعنی آخه نمیدونی اینجا الان در مورد اول غیرت حیوانات بود، بعد فکرم در اسفامیل الان دارم بازی میکنم بچه هایی میخواید کامل اینتراکتیوش کنیم خودمونم بریم تو کامنت ها دیگه چی؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ ببین آخه نریزیم تنها جایی که نه تنها پادکستی که میریزه ماییم دیگه، از این یه سیگنیچریه که همه چی رو با هم دیگه قاطی میکنیم. و خب آره من اینم بگم، من نشستم اینجا دارم میگم همه چی با هم دیگه قاطی میکنیم. توی زندگی روزمرهمون با رفیقامون که صحبت میکنیم واقعا همینه، یعنی من بعید بدونم که مثلا با رفیقامون که صحبت میکنیم همه لفظ قلم باشیم و همه از کلماتی که کارونه تو همیشه نه. کلمات لفظ قلم نه آده. میگم فکرم داری من رو دیستی کنید نه نه من با. همیشه دارم از حافظ و مولوی دارم یاد میکنم از مرجان تو صحبتی ایما خدایی دوست دارم یه اپیزود بری جر بخوریم از خنده، یعنی روحیه بگیریم یه چند ماهی بهتره کنیم. اینو سوال نبود ولی آره من دیدم، ولی جر بخوریم و شاید زیاد جالب نباشه. طرفدارش نباشی خودم که الان قصد جر خوردن ندارم. اینو جواب بدید، چرا با اینکه همه ماها انسان هستیم و همه عشق می‌ورزیم بین افراد سیاه پوست و سفید پوست فرق وجود داره؟ شاید اینو بذارید کنار، ما سیاه پوست سفید پوست خیلی تو ایران که باهاش برخورد نداشتیم، چرا خود ماها با افغان ها اونجوری برخورد میکنیم؟ اینا مثل الان بگو دیگه، مثل مفاهیمیه که توی ذهن ماست و اینا از میاد. دوپامین و دپرشن میاد. نه دوپامین نه، ولی مفاهیم مجازیه که تو ذهن ماست و تو طبیعت وجود نداره. درسته، همش فرهنگی، فرهنگ و آموزش دیگه. متاسفانه دیگه. حالا ببینید با این در واقع مارکتینگی که پشت سفید پوستا و در سیاه پوستا وجود داره برای درست کردن این فرهنگ چقدر داره طول میکشه. حالا ببینید بقیه نژادهایی که با هم دیگه رابطه خوبی ندارن اونا چند سال طول میکشه تا این مفاهیمی که توی ذهن ما جا افتاده بخواد درست بشه. میگن یه پولیو میخوای خرابش کنی خیلی راحت خراب میشه، ولی بخواد دوباره بسازیش صدها سال طول میکشه. اینا دقیقاً همونه. دیشب داشتم پادکست سیت مایر رو گوش میدادم، بعد یه خانم سیاه پوستی آورده بود، داشت از یکی از خاطراتش میگو، خیلی جالب بود. میگفت یه زمانی با یه آدم سفید پوست، دوست پسرش سفید پوست بوده، بعد میگه با ما ماشین داشتیم میرفتیم، یه مهمونی هم داشتیم میرفتیم، من خیلی لباس شیکی پوشیده بودم و اینا. بعد میگه حالا ایست بازرسی بود، پلیس اینا رو نگه داشته بود، بعد این دوست پسرم ظاهرا حالا خیلی لباس شیکی پوشیده و اینا. میگه پلیس که اینو دید با یه احترام عجیبی با این صحبت میکرد، که این خانم داشت که برای من خیلی عجیب بود که پلیس اینقدر محترمانه با تو صحبت کنه. این داشت نشون میداد تجربه‌ای نداشته، براش خیلی عجیب بود که پلیس مثلا آمریکا بتونه اینقدر محترمانه صحبت کنه. بعد یه سری صحبت‌ها اینا شده، میگه مثلا به دوست پسر من برخورد و این داشت قشنگ سر اون داد میزد و حالا اعتراض میکرد، بعد من اینجوری بودم بهش، یعنی خانومه داشت میگفت بهش که آروم باش حالا چیزی نشده. بعد گفت اصلا باورم نمیشد که حق داره مثلا اونجوری با پلیسش صحبت کنه. آخرام پلیس بهش گفته خب مثلا اینجا رو ترک کنید و برید. خیلی جالب بود، اینقدر مثلا نهادینه شده پلیس، پیشفرض مثلا سیاه‌پوست میبینه فکر میکنه که این آدم چیزه، گناه مجرم. یه ویدیو هم اومد توی توییتر چند روز پیش دیده باشید، FBI رو گرفت پلیس. آره که یه حالا واسه کسایی که ندیدن، یه اون ویدیو اون تیکش اینطوریه که یه آدم سیاه‌پوست قد بلند و خوش‌هیکل تقریبا وایساده
کنار خیابون یه پلیس هم داره بهش گیر میده و سوال پیچش میکنه و اینا دیگه. خلاصه یه دستبندی به این میزنه، یکی از همکارای پلیس دیگه میاد و این خلاصه حالا مرسیاپوس شروع میکنه با اونو جر بحث کردن و میگه آقا اصلا کارشناسای منو چک کن. تا چک میکنه و اینا میفهمه که نه این اصلا آدم نیست، نه تنها آدم نیست بلکه ایشون مامور اندرکاور اف بی آی هم هست. و بعد جوری که از اون لحظه به بعد این شروع میکنه اینا رو تحقیر کردن و فوش و ناسزا دادن خیلی لذت بخش بود. شاید درست نباشه این که من گفتم، ولی من خیلی حال کردم. چرا بعضیا همیشه دوست دارن ساز مخالف بزنن؟ کولن. ببین فکر کنم سوال رو از کارون بگیریم چون فقط داره سوالای خوش گو. بابا نه آبدارا شو بپرس چقدر خوش چیه بابا بگی مثلا تو اینو مطرح می‌کنی به ما بگو یه کلمه این جواب بدیم هر جور دوست داری. سوال یه بار دیگه بپرس. انقدر خوش بود اصلا نشد. چرا بعضیا همیشه دوست دارن ساز مخالف بزنن؟ اتنشن. آره اتنشن خیلی مهمه. نمی‌دونم حالا این شاد داره برمیگرده به ما توی بعضی از قسمت‌ها بود ما با هم مخالفیم، ولی اون مخالفت رو این حسابه که ما مثلا بیایم جوادم مختلف و بر اساس شخصیت و طرز تفکر خودمون بررسی کنیم. بیزه بلندتر سوال کن برسه. این روغن کاری میخواد. یه ویدیو اومده بود از یه جیر جیرکه. بیا سوالایی که دوست داری وقتی میگم نه وایسا من جواب آقا میخوام جواب بدم. ولی واقعا نمیتونی نیست که ما از قبل تعیین بکنیم که من اینجا میخوام مخالفت بکنم. واقعا ما پیشورز مخالفیم ها. نه زیاد که پا میشیم. نه همه جا. ولی خب فرهاد همیشه موافقه. خب فرهاد من قبلا موافق ترین آدم رو کره زمینه. اصلا من نمیدونم تو چجوری انقدر موافقی. من که آخه همزمان نمیتونم با جفت شما موافق باشم. نه با جفت ما نه دیگه. ما تک تک با تو صحبت کنم همیشه با انقدر خوشم میاد. یعنی هیچ وقت با تو مخالفت نمیکنه، همیشه پشتت حمایت میکنه. برم بپرم تو این دره. سعی ما ایده داشت بره موتور بخره حمایت کرد. خب اون دوست داشتم. من خودم رفتم گواهینامه‌شو گرفتم تو درصد جایی هم. کاش اون اصلا نگی. کاش اصلا نگی که رفتم گواهینامه‌اش گرفتم. دو سال گرفتم و اکسپایرشو. کاش نگی فقط بلند بلند بهتره. خیلی آدم بازی نیستم بازی مخالفن. آره وقتی میگم فاتحت ما از صلوات اول باید فاتحه بگیم یا صلوات؟ فکرم فاتحه با صلوات پس اول اول فاتحه اول صلوات بعد فاتحه. چون تو هم میگن من لامت تو ذهنم ریتمش اول صلوات رو میفرستی بعد شروع میکنی فاتحه رو آروم آروم خوندن. آره حسرت زندگیتون چیه فرزاد؟ گفتیم حسرت؟ پیش تو بگو. آره دمش. من گفتم اتا. چی بود حسرت تو؟ بگو حالا. حالا من الان بذار فکر کنم. خواهی پادکست یه جا دیگه بگو. نه میخواستم با پدر بزرگم یه دونه اپیزود ضبط کنم نشد هیچ وقت. آه پس حسرت من چی بود؟ تو رو زیاد توجه نکردم. آره گفتیم. من حسرت خودم رو یادم میاد. یادآوری بکن که دوگانگی پیش نیاد. حسرت طوری که من هیچ وقت چیزی نمی‌کنم. فرزاد نداری حسرت؟ حسرت. من میتونم بگم حالات فضایی من که تا الان نشده و همتمو نذاشتم روی اینکه سفر زیادتر برم. حالا سفر منظورم نیست که برم اروپا، هم محرم این مثلا 100 کیلومتر از شهر دور بشم یه جای جدید باشه رو سفر برات سفره. سفره سفر هفته بعد بریم سفر. آخ دوستمون گفتن که معده‌شون درد میکنه چیکار کنن. من حسرتمو نگه بفرمایید. چرا نذاشتی؟ حسرتی نداری تو زندگیت با ما دوستی دیگه. نه من حسرت زندگیم این که این تایمی که الان من بزرگ شده قدیم بچه بودم و الان بزرگ شدی؟ آره حالا دیگه اون فشار و استرس مدرسه و این داستانا نیست و حالا پدر مادرم هم بازنشست شدن، من این تایم رو پیششون نیستم که اون رابطه سطح بالا رو داشته باشم که حالا من به نسبت بزرگ بتونم با آدم های بزرگتر از خودم در ارتباط باشم. این فاصله این حسرت عمیقو به وجود میاره. اشاره که موجباتش فراهم بشه و در کنار هم باشه. جوابای خشک و بی‌معنی. برو بعدی. خیلی دیپ بود. نه قشنگ بود. من دوست داشتم. فهمیدن عرق نعنا. تا حالا شده دوست داشته باشی دختر باشید؟ نه. نه. من خیلی سخته واقعا دم دخترا گم که دخترن. خیلی سخته دختر بودن. پسر بودن به مراتب راحت‌تر. نه اینطوریه که خیلی سخت باشه. چرا دیگه پسر بودن راحت‌تر؟ تیغ دولبه است. نه تو ایران پسر بودن راحت‌تر دیگه قبول کنیم اینو. خیلی راحت‌تر. اکثر جای دنیا اینجوریه دیگه. واقعا دم دخترا گم. این روخی جان شما که اینجا هستید کلن داری کامنت ها رو هندل میکنی اینجا دمت گرم که هستی و خیلی سخته. بعدا میاریمشون بالا. آره
خیلی یه چیزی بگم دوست داشتم برای اون مفهوم غیرت دو سه تا از بانوان رو بیاریم بالا ببینیم نظر اونا چیه. بیار بالا بیار بالا اون برام اون کسی از بانوان اگر که میخواد در مورد غیرت صحبت کنه بگه صدا رو میخوای. زهرا گفته بود خیلی دوست داره نظرشو بگه. میخوای بیای بالا من نظر بدم؟ میخواید اون سوالایی که اومده رو اون چیزا رو بریم یا نه؟ نه همین ارواتی باشه. میگم بهتره. من میرم اون ور تا دو دقیقه دیگه کسی اومد. آره درخواستاشونو بفرستن. شارژ گوشی تایم هم ببین کسی باید. میخواد بیاد؟ اصلا بلدیم ما یکی رو بیاریم بالا. من تا حالا لایو استعمال نکردم. غریبیم به محیطش. من چای بخورم. الان صدا رو چیکار کنی؟ میخوای من یه میکروفون نه، بیاریم اونجا؟ نه گوشه میگیری درش دیگه. چیه؟ گوشه اونجا. نه اسو اینجا. ولی خب صدا خودمون هم میاد. ای خدا. تا جو غیرت رو میاریم که نظر متفاوت و چی شد؟ بابا بیا قیافه ما با این قیافه نشستی فرهاد با اون قیافهش نشسته دیگه از فرهاد که چالشه چیه تو توییتر عکس 16 سالگیشون رو میذارن 20 سال فاصله رو میذارن اونه قضیه نه 20 سال عکس 16 سالگی رو الان دارم نمیام برم سوال بعدی. موثرترین تصمیمی که تو زندگیتون گرفتید به جز مهاجرت چی بوده؟ فرزاد جواب بده. چرا همه من یعنی موثر تو کم هستیم به جز مهاجرت. خب مهاجرت ما نگرفتیم مثلا. من نگرفتم. شما تو دبیرستان هم دیدم. اگر من فقط یه من اینو بگم اگر که دوست داشتین بیاین بالا اینجا کامنت بدید من برمیگردم اون بر. با یه اکانت دیگه این توی با یه اکانت دیگه این توام دیگه میشه همزمان از دوبر رو کنترل کرد تو با این متاسفانه نمیشه. خب اگه یادتون اومد بگین من دارم فکر میکنم. بابا برای تو بگو موثرترین تصمیم به جز مهاجرت. خب گفتم دیگه من مهاجرت دست خودم نبود یعنی من فرزاد با خانواده اومدیم. چرا میخندی؟ زوری بود. زوری ما رو پس گرفت. تشابههایی که دختره دارن خودشونو میکنن خیارشور و چه میدونم تعدیق عدس فلان اینا خیلی جالبه. خب بگو تاثیر. ولی واسه من خب ازدواج بود دیگه. ازدواج موثر تا بسیار زیبا اون صدا رو تولید کنه میشه. خب میگم گفتم خدا همسرتون بشمان این اپیزود و آره ازدواج بود ببینه چه شعر گوگلی الهی داره. تو نمیخوای بگیم آن تاثیر موثر تو زندگیم خیلی به غیر از مهاجرت گفتی دیگه. آره یه بار دیگه آره. سوال بپرس موثرترین شوارش... تصمیم زندگیت به جز مهاجرت. تو دو بار مهاجرت چند بار مهاجرت؟ من دو سه بار. اونا دست خودت هم نبوده تا... یا بوده بگو. اولیش نبود دومی و سومی بود یعنی رفت و برگشتش بود. آره خب من یه بار اومدم کانادا از کانادا رفتم استرالیا دوباره استرالیا برگشتم اون دوم سوم دست خودم بود. ولی احساس میکنم گرفتن فوق لیسانس خیلی برای من تأثیر موثری داشت تو زندگیم. یه چیزی بود که فکر نمی‌کردم هیچ وقت اتفاق بیفته یعنی اصلا حوصله‌اشو نداشتم. بعد دیگه کارون گذاشت پشتش آکادمی آکادمی یه دو سه تا زخم زبون زد دیگه ما رفتیم گرفت. فرزاد بگو. من الان که یادم اومد خیلی میترسیدم موقعی که درس می‌خوندم کار کنم همزمان. بعد تصمیم موثری گرفتم که این کار رو انجام بدم و خیلی سخت بود ولی این تجربه ای که هم کار کنی هم درس بخونی داشتم. بگم گفتن زور جواب تولید کردی یا بگم من یه سوال بپرسم. این خیلی جالب. گفتن اگه مهران مدیری اوکی داد بیاد عضویت خود کس بشه کدومو میرم؟ من خودم میرم بیرون. ما بریم یکی اون بعد بره دیگه. آره دیگه پنج نفر که دیگه مهمونی که نیست که اینجا کامنت بدیم. اخیراً این هفته پیش یه ویدیویی از برنامه دور همی اومد کسی دید؟ آقا بیا سوال خوب اومد. آقا وسط سوالیم این صحنه داره؟ نه از که مهران مدیری داشت راجع به فمینیزم و حالا مردان اینا یه نظراتی میداد که خب مثلا تو دنیای امروز یا حداقل اینجا که ما حرف بزنیم اگه که مثلا من تو دیدم کامیدیان ها بله
تو اسپشیالشون یا تو برنامه‌هاشون میگن اینجور حرفا رو، و خب همه با این ذهنیت و مایندستن که اوکی طرف کمدینه میخواد مثلا یه مطلبی رو ادا کنه، ولی این نمیدونم میتونیم اون برنامه دوره همی رو تو کاتگوری کمدی بذاریم یا چی گفته؟ خب اینو نمیدونم، یادم نمیاد، چون یه لحظه یه بار فقط ویدیو شدیدم داشت میگفتش که این مردایی نه گوش بده واسه این میگم، گفت مردایی که ادای زندوستی و فمینیستی و اینا در میارن اینا خطرناکن، خیلی هم دیس شد. آره آره، این من خودم نمیدونستم چه برداشتی ازش بکنم، چون من توی میگم توی کمدین خارجی این مطلب رو خیلی دیدم، یعنی جملهش همینه، میگن از اینا بترسید فلانه، ولی تو کانتکست کمدیه و اتفاقا هیچ مسئله هم نداره، هیچ وقت راجعش حرف زده نمیشه، ولی تو ایران و توی حالا اون فرهنگی که ما داریم خیلی بد برداشت شد و بد توی مثلا مدیا و رسانه و اینا اتنشن گرفت. دقیقا همون کانتکست خیلی مهمه، وقتی تو داری استنداپ اجرا میکنی اون حرفو بزنی، حالا یه برداشت دیگه ای ازش میشه تا اینکه حالا مهران مدیری که طنز تلخ معمولا میره دیگه، دارک کامیدی دارک کامیدی معمولا روی این حساب، اون آدم جا نداشی همچون جمله بگی. من نمیدونم حالا پشتش فکر پشتش چی بوده، چون آدم باهوشی و بالاخره آدم خوش فکری هم بوده تا الان چیزایی که دیدیم، حالا همه چیز ما نمیدونیم، ولی اون جمله نمیدونم چجوری میشه برداشت خوب ازش کرد، قابل دفاع نیست. من سوال بپرسم، تو گفتی یه سوال خوب اومد، پرسیده بودم اگه مامان باباتون الان تصمیم بگیرن بچه داشتن چی کار میکنی؟ ترک سیگار میکشم، مرتب سیگار میکشم تا قبل اومدن بچه بعدی من برم. اعتیاد زیاد. نوشتن که اگه بتونی جواب نمیدی، یه سری ها رو فقط میخونیم، فقط سیگار میکشم دیگه چیکار میکنم؟ برنامه خاصی داری با پدر مادره؟ به تو به ما آخه دیگه ربطی نداره دیگه، خیلی مرتبطه. نه ربط داره، تو با بچه رو بزرگ کنی دیگه. نه خودش بچه رو بدونی خودش رو بزرگ کن. گفتن اگه بتونی یه فیلم ایرانی رو صحنه دار کنی چه فیلمیه؟ آخ این سوالت میتونم من جواب بدم تا شما نه. بگو. فیلم نیست، این سریاله. بگو. همگناه. آقا منم همینو میخوام بگم. بابا همگناه آخه اصلا صحنه داره. اصلا من خودم صحنه داره شکر. اصلا صحنه داره بابا. وقت اونجایی که اپیزود 1 فصل 2 رو دیدی؟ بله. برگشتن خانوم به آقا گفتن میخوام ببرم تو اتاق. خانوم به آقا گفته بود ببندمت که نتونی بری. در نری از دستم. این بی دی اس ام نیست. این آیا همین جالبیش همینه، مثلا شلاختور نیست. 0 تا 100 و خیلی سریع. 0 تا 100 و خیلی سریع پیش رفتن. مثلا شما از یه سافت کوری یه چیز ملو شروع میگه یهو رفتن به بستن به بعد توی فیلمه همه زن دوم دارن، تقریبا همه دارن رو هم دیگه خیانت میکنن، یکی با خیلی خیانت. ولی حالا اوکی زن داشته رفته، ولی به نظرم چون تلاش میشه که صحنه دار نباشه، یا اصلا صحنه منظورم اینه که بتونن همه مثلا در آغوش هم بگیرن، واسه ما صحنه است، یعنی واسه ما صحنه. خیلی پایینی، خیلی اینا رو چرا بلند میگی؟ گوش بده بس بگم، یعنی میگه راضی ایو، بعد از اون ور تلاش میکنن که منظور رو برسونن و بعضن خیلی از جای دیگه میزنه بیرون، یعنی مثلا اپیزود اول سیزن اول میگه نمیخوام چشاتو دست بزنم رو کیک، آخه مثلا این بخورم همون نمیخوام چشاتو بخورم، کله پاچه است. آره من خب شما فرزاد و بیا اسپویل نکنید بس دیگه. تو چیزی نیست تو ذهنت که بخوای بگو؟ با خانواده نبینید، اسپویل نمیکنم، ولی با خانواده. یه سوال اینجا اومده که نظرتون راجع به سریال وست ورلد بگو. من فقط یه تیکه بگم، اونایی که دیدن سیزن 1 جاهای خیلی قشنگی رو تاچ میکنه، اونم راجع به مفاهیمه که مفاهیم خدا و اینکه مثلا یه موجود دیگه ای توی ذهن اینا یه صدای دیگه ای باشه، از این بود بهش نگاه کنید خیلی جالب میشه که چجوری مثلا این ربات ها توی ذهن خودشون مثلا یه خدایی براشون به وجود میاد و اون رو دنبال میکنن. من خیلی سخت دیدم تو کریو. نه بله تو کریو اگر که ببینید اونم خیلی صحنه داره. اینا کلن سریالایی که کلن سریال با خانواده نبینید دیگه، صحنه داشت. آره اصلا پا تلویزیون صدای لایو زیاد کرد شما صحنه گفتید.
مامان بابا اومدن تو بخونم. گفتن اگه بتونی با یه شخصی بخواین نهار بخورید چه مرده چه زنده، کیو انتخاب میکنین؟ هر کیست تو دنیا. ارنستو چه کوارا پیدا کنی دشت دوباره. من نهار سخت آخه، من خیلی غذا رو سریع سوال فرزاد همیشه فکر میکنم. من نهار خیلی سریع میخورم. من با استیو جابز. چی داری بگی بهش؟ میخوام از بابای آیفون اون اپ میل توی چیز ازش میپرسم. آقا من اپ میل رو پاک کردم. اپ میل چیه؟ یه مشکلی داره توی مک، اپ میل یه مشکلی داره وسط صفحه. کسی رو داری؟ مانی هایست. من ریانا رو خیلی دوست دارم. ایشون زنده هم؟ خب گفتن یا مردی یا زنده دیگه. ایمان یه سوال برای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. قیافت واقعا اینجوریه یا ادا در میاری؟ نه واقعا همین. از خیلی مین بوده این سوال. کی گفته؟ ریپورتم بلاک. آزادی بیانه ولی ریپورتم بلاک. آره ما نه تو خودکست آزادی بیان وجود نداره. آزادی بیان فقط من دارم. هیچ کی دیگه نداره. فراتو نشی کسی ها کلا آدم لونه رو. نه خب من قبلا هم اپیزود اول گفته بودم بگالا. من وارن بافت رو دوستم از نزدیک بودم و یه سری چیزای خوب ازش یاد بگیرم و بیام بیرون. راجب سکسس باشون سوال چی ازش بگیری بیای بیرون؟ آها تو فقط داری میری مرچ بگیری ازش. این فقط دنبال قمقمه و خودکار و حوله و میزا. تقویم رومیزی ایران تقویم رومیزی خیلی مود بود. این سوال جالب بود برام. نشون که شما وقتی آدم رنوا بغل دستتون رد میشه داستان زندگی آدمو میسازین تو ذهنتون. کلا آدم مثلا میبینید درش قضاوت میکنید همونجوری که رد میشه. تایم تو تایم در وقت وقت من همیشه مخصوصا تو ماشین باشم. تو ماشین آره تو ماشین ما یه مدت با کارو میرفتیم فوتبال یو بی سی. ما مدت خوبی با هم دیگه تو ماشین بودیم. آره از اون لحظه اول آدم هاری که میدیدیم جاج زیاد. یعنی اصلا خیلی هم مسخره و هیچ کنومش هم نمیشاختیم ولی آره خیلی زیاد. آره اکرام خستت کارونه چون من همیشه نمیشنمش با هم جاج میکنی پس از زنگ هم میزنیم کنفرانسش میکنیم. وای این کار ما ایران با کوروش میکردیم همیشه مثلا از جیم و اینا میومدیم بیرون اصلا باشتو پارک میکردیم برای همین کار بزن کنار. آره میرفتیم استوایی اکباتان پایین یه مجون. کجا اکباتان پایین؟ اکباتان نه نه گفتی استوایی استوایی آره مجون و اینا ماشتو پارک میکردیم اونجا در ماشت باز همینجور نگاه میکردیم و با میمنت کوروش بالاخره اومد تو اون لایو یا نه اون زومه؟ آره بابا بود اون که بعدن اومد باشت دلست. یکی از اتفاقای خوبی بود که توی قرنطینه افتاد. گفتن اگه همین گروهتون 100 سال پیش بدونی میومدین دور هم به جای تولد پادکست با امکانات اون روز چیکار میکردین؟ 100% دختر بازی بگم. 100 سال پیش؟ نه من بگم آمریکا تولد ویسکی نه ایران دیگه. چرا نه دیگه ما الان همین جاییم دیگه. وقتی که 100 سال پیش تو آمریکا هم تست دختر بازی کردی چرا میومد یه با شلاق با اسب میگرفت؟ نه ببین 1920 میذاریم تو خط تولد ویسکی. نه آقا باید تو کارخونه کار میکردی 1920 ویسکی تو دوران پروهیبیشن و اینا بوده زیر خاکی. الان هم اگه تو ایران باشه الان هم دوره پروهیبیشن اگه بخوای الان هم میتونی. نه من چون سریال بورد واک امپایر رو دیدم از اون دارم خط میگیرم. راجع مستند How to make a murder نظری نداری؟ نه شخصیش نکنی شخصیش نکنید بچه ها. باش یه قسمت بشه ما راجع به اپیزودهایی که فرهاد موضوع انتخاب میکرد یه ذره صحبت کنی. قسمت این سوالم با آلو گفتن اگه 10 سال قرار باشه به این زندان علت رو خودتون بخواین انتخاب کنین چیه؟ کدوم علت رو انتخاب میکنین؟ بگو. پولشویی. فرهاد تجاوز به حیوانات. صد در صد همینه. نه خودش میتونه انتخاب کنه. تو هم میتونی خودت انتخاب کنه. میخوام منم تو رو قضاوتت کنم. قضاوت کن. نمیتونه. قضاوت کن. بچه یه الان فکر کنم لایو قطع بشه. چرا؟ یک ساعت شده. میبینی وقتی قطع بشه. لایو یک ساعته. آره. بعد دوباره میایم. قطع بشه دوباره برمیگردیم. خب دیگه چی؟ از پای گیرنده هاتو تکون نخورید ما برمیگردیم. من چی؟ من یه حرفی رو که خیلی دوست ندارن بشنون و من بلند بگم و مثلا فوش و اینا زبان سبز نه آره راد بدهد.
فهمید؟ میدونم، منم فهمیدم ولی میخواستم مسخرت کنم. من دوست دارم به جرم دزدی اطلاعات. دزدی اطلاعات. خیلی سریع مثلا. ببین بعد فکر اون برش هم بکنین، یعنی میخوایم برین توی زندان. چرا رفتاری با تو آدم لایوای جدید بیشتر از یه ساعت میشه، ادامه بدید. خدا رو شکر، خدا رو شکر که من چادری ام. بگو تو. منم احتمالا پولشی و اینا بود، یعنی مثلا به قتل و اینا نباید رب داشته باشه، چون که اون تو احتمالا میزنن کاردیت میکنن. بعد پولشوهای آینده رو الان میتونید ببینید. میخوایی ذره تو این ور رو هندل کنی، من اون ور رو. Thanks for watching. آه قد شد. کی گفته بود این؟ الان به زمان الان میرم، الان هنو رکوردیم. بی زحمت پس چیز کن دیگه، ریپوستش کن. از من بینم چند دیگه یه همون یک ساعت دیگه نمیاره رو همون بذاریم. دوستانی که ورژن ضبط شده رو گوش میکنن، اینجا موقت شده دوباره. دلم میخواد حتما کامنت اومده واسه اپیزودهایی که لایو میریم، اونایی که میشنونش بعدن چه جوریه ریاکشن. آره نمیدونم اصلا کسی بعدن میشنوه یا نه. چرا میشنون؟ ویو اینا رو دیدیم دیگه قبلا. آره البته ریاکشنشون رو نمیدونم. آخه تایمینگش هم مهمه دیگه، همه که الان لزوما بیدار نیستن، نمیتونن چیز گوش بدن. نه تو بعدن هم میگوی که در میاد اپیزود. آره دیگه وقتی چی شده؟ چی؟ میاد رو آی جی تی وی. نه پریویوشه اون کلش میاد. آره آره مطمئنی؟ روی یه پیج دیگه ما داریم. تبلیغ اسمشو بگو. نیاز تبلیغ نه. خب یه چیز به این که حالا این تیکه هم همشیم بی صدا نباشیم. شارژ داره ایمان؟ ایمان شارژ داره گوشید؟ بی زحمت اینم چک کن. آره من دارم میبینم اینجا زومه. ایمان اینم نگاه کن خوبه. اوکی نه نه هم پاما اینجور گذاشتم یادی بره بالا پنجا و ادامه بدیم. اون کسی گفته بود لایو تایمش رفته بالا کیه؟ بیهریدش بالا. راست میگه اونی که گفت لایو تایمش میره بالا لطفا پیغام بده دوباره. آره تو من بهش بگم شما اونو به من نشان بده. رفت بالا پنجا. خب بریم سوال بعدی. آره برو. گفتم با این همه اختلاف اخلاقی چطور با هم رفیقید؟ نیستی بره. خیلی سخت. نه واقعا سخته. به سختی واقعا سخته؟ آره من سخت نمیبینمش. به خاطر اینکه دوست بودم با تو سخته. نه تو کاراکتر گوگلیه ای، تو اون کاراکتر گوگلی مگوگلیه ای، یعنی زحمت میکشین برای این رفاقت، منتینش میکنی. خیلی سطوح صاف و صیقلی. حالا اونجوری هم تعریف نکنید اوکیه، یعنی جون. آره ولی ماها نه، ما سخته و میشه وقتی دعوا میکنیم ولی نه دعوا نمیکنی. اختلاف نظر شدید داریم یه وقت. آره هیتت کانورسیشن زیاد داریم. باعث پیشرفت اون گفتن اون محرکی که باعث میشه هر هفته اپیزود درست کنید چیه؟ اون محرکه رو میخوام آقا، یعنی شماها اون چیزی که تحریکت میکنه. اون لوگوی خودکست که میبینی. بگو دیگه. آره الان اینجا ساکت شدی. نه یکی که خب جذاب برای من مثلا جذاب راجع به یه سری موضوعات فکر کردن و حالا نوشتن و اینا، و دو اینکه صحبت کردن بعدش با آدمای مختلف که نظرات مختلفی دارن، یعنی شبیه ما نیستن راجع به همون موضوعات، این خیلی برای من جذابه. بعد اینکه اپیزود میاد. آره. آره آره دو تا جنبه داره، یعنی قبلش یعنی بعدش. شما چی؟ شما که اصلا نمیایین. ما خیلی میان میذارم پس گردنمو. سوال کار میخوایی ذره عوض کنی؟ من اون برا با روخی و زهر و بقیه بچه سوال کنم. تو اون بر راحت تری دیرا دستت اون بره. آره این بر برا من. تا اینجا خوندی همه رو؟ دوست داری تو چه زمینه خودتو توسعه بدی فرهاد جان؟ توسعه بدی چه زمینه توسعه؟ یعنی بیشتر رو خودم کار کنم؟ آره دیگه. چه مهارتی رو به مهارتات اضافه کنی؟ یعنی یه جوری انگار کارون با بقیه از حال نمی کنه.
چرا کی میگه خودشو میگیره روخی کلا اینجا رو دستش گرفت. ببینید تنها نفری که میکروفون دستشه کارونه. بگو دیگه. نه خب بذار خب بقیه بگن همه جواب رو من اول میدم. تو چیزی بهتر بشیم. من همواره میخوام برنامه نویسیم بهتر بشه. دارم روش کار کامپیوتر میکنم. من میخوام شروع کنم و بهتر بشه. این چی؟ آها نه فهمیدم. چقدر شما مشکل دارید که میخوام بهتر بشه؟ الان گفتم من میخوام شروع کنم و بهتر بشه. برنامه نویسی رو میخواد شروع کنه. آها همه تو میخوایم برنامه نویسی. یاد بگیر. تو چه زمینه بهتر بشم؟ تو عقب ننداختن کارا. نه پروکرستینیشن نه. اون یه داستان دیگه است. کار مثلا اینجاست همه موجباتش هم فراهم لبشه. شده اینا اون پوش آخر اون هول آخر رو خیلی توش اینو من میفهمم. کارهای خودکستی که به فرهاد میدیم و معمولا تو بهترین حالت دفعه اول انجام میده بعد دیگه انجام آره فقط یک باره آره. کدوم دوربین واسه منه؟ هیچ دوربینی برای تو بگم خاطره اپلیکیشن دانشگاه رو گفتم اگه نمیدم. همگروهی شدید با یکی که نه که ایشون میگه همه چی آماده است ولی نمیکنه اون کار. نه بگو پس. ما یه گروه بودیم من و فرهادم جزوشون بودیم 4-5 نفر بودیم داشتیم برای یو بی سی از دبیرستان اپلای میکردیم که بریم دانشگاه برای اندرگراد. بعد همه چی آماده بود. بعد من ایدم این بود که آقا ما که اپلیکیشن ها رو نوشتیم یه 2 هفته قبل ددلاین سابمیت کنیم. حالا چیه فرهاد؟ نه بذاریم ادیت کنیم فلان. میگن اصفهانی صحبت کنید اگه دارید صحبت میکنید. داری به فرهاد میگی اینا رو؟ خب به من نگاه کن که بگویی اصفهانی. میگه به من نگاه کن که بگویی اصفهانی. آقا خب به من نگاه کن و بگو. خب به اینا نگاه نکن. چرا اینقدر معذب میشی؟ من و تو با هم یزدی صحبت میکنیم. مهریز یزد. خب خیلی سخت شده بود که ما خودم یزدی شدم. الان طور که عوض شد ولی حساب زنت بیرون. آقا ما 4-5 نفر بودیم که قرار بود که برای یو بی سی اپلای کنیم. اپلیکیشن آماده بود آماده. فرهاد میگفت که نه ما وایسیم همون دم که میخوایم ادیت کنیم. ما گفتیم باشه. که اصلا اسپانی صحبت نمیکنه اینو آره بهش واقفی. الان اسپانی نیست؟ نه ما با کامل این بری بسابی کنیم. یعنی چی؟ هنوز نشده؟ یه لحظه صحبت دوباره برگشت. هنوز نشده. اینگاه مثلا داره یه چیز هم میزنه پادکست خود هستی اتم که نمیشه کافیه اسپانی. آقا شما که لحجه نداری که درک نمیتونی میکنی چرا انقدر قضاوتی؟ جادی نه خاطره رو نگفتم هنوز. فارسی کاری نداریم دیگه. این گفت نکنین سایت کرش کرد. ما همه سکته کردیم به خاطر اینکه آقا گفته بود نه بذاریم آخر لحظه بزن. آخرش خودش رفت یو بی سی که مثلا بیاد رو. نه گفتم ادیتای بهتر بکنیم غلط املایی و نگاره. هیچ کاری نکردیم. معلومه. آقا این سوال جالبیه. اگه میتونستین برید یه جا بدون اینکه کسی ببینه. خب شما جواب رو ندید. شما خودتون جواب ندید. بدید دیگه. من اولین نفر چی میخوام بخوام بگی؟ رو کجات میخوای کار کنی؟ من رو چی میخوام کار کنم بهتر بشم؟ سوال یه بار دیگه میپرسی. یه مهارت میخوای توسعه بدی. آها. صد بار دیدین رو جواب ندید. من خوش اخلاق تر باید باشم. خیلی اصلا خوش اخلاق نیستم مخصوصا تو بازی. آره و دوست دارم بتونم بهتر بازی کنم. من ولی واقعا بد اخلاقم توی موقعی که تو خودکست نیستیم. آدم سگ و نگم دیگه دور ریزیه. آره من هم روی روابط عمومی و اینکه چجوری با همه مدل آدمی بتونم صحبت کنم. یه چیزی بگم اشکال نداره. من این ذهنمو مشغول کرده بود. ما پادکست آجیل که رفته بودیم صحبت کردیم یه همچین سوالای تقریبا از ما شد. ما تقریبا همین جواب رو دادیم. ولی از نظر من تو رابطه عمومی خیلی خوبه. رابطه خوبی داریم. همون یعنی من برام جالب بود که اینو میگفتی. حالا اون موقعم یا بحث حالا به جای دیگه کشیده شد یا نگفتم نمیدونم چرا. ولی از لحاظ یه شخص سوم دیگه که مثلا از بیرون داره نگاه میکنه به نظر من تو اتفاقا با تمام قشرهای جامعه میتونی صحبت کنی و من اصلا اینطوری نیستم. نه نمیدونم من اینو تو خودم نمیبینم.
شاید میدید چیه؟ شاید موقعی داری صحبت میکنی احترام رو برشون قائل نیست. چه ربطی داری؟ تو ذهن خودش. نه احساس میکنم از تو ذهن خودت فقط. آره. که روابط امید خوب نیست. نه نمیگم خوب نیست. به مثلا من هر مدل حرفی رو شاید نتونم بشنوم. مثلا یه مدل تایپ های حرف خاص هستم، من واکنش نشون میدم، صفر تا صد و خیلی سری میرم و واکنش نشون میدم. و این حالا همیشه ضرورتی نداره دیگه همه چیز آدم مثلا توضیح بده راجع به همه چیز بحث کنه رو این حساب. تو خیلی هم روکی. من مثلا بوده موقعیت هایی که یه شخص سومی بوده، من و کارونم بودم، بعد شخص سوم داره چرت میگه، یعنی من بهش میگم، من روک بهش میگم کارون ها. من مثلا من میگم حالا برای اینکه طرفو نریزیم پایین چی، من چیزی نمیگم، ولی کارون مستقیم نمیگه، مثلا میگه اینطوری نبوده. نه ولی میدونی که ماها به نظرم خوبه. نه ماها چون با کارون، یعنی کارون به اون شخصه نمیگه، به ماها داره میگه. آره. اون لحظه اون خود شخصه احتمالا حواسش نیست، اون آقای اون شخصه خودش متوجه نمیشه. ماهایی که کارون رو میشناسیم متوجه میشیم که کارون چی گفت. حالا اون شخص اومد تو. آره نمیدونم داره جوی کجا. اگه میتونستی حرف اصلا نه دارن غلط املایی از هم دیگه میگیرن. خیلی باحاله اصلا، کلا یه داستان دیگه است. یه ادمین بدیم اونا. آره بعد روخی رو اینجا بگیریم کلا ادمین چیز کنه. اگه میتونستی بری یه جایی که کسی نبینتت یه کاری انجام بدی، باش. کجا بود چیکار؟ من تو میخوای بگی چی؟ یه بار دیگه بگو. اگه میتونستی گوش نمیده برو بیرون. فراد بگو. بعد نظر بگو. باز عمر فراد. نه واقعا بخونی. بری باش. یه جایی که کسی نبینتت. کجا کاری. میری؟ چه کار میکنی؟ میرم تو اتاق. تو اتاق کسی نمیبینت. خب دیگه کسی قرار نیست ببینه دیگه. نه همین الانش هم همینه. آها یعنی برم فرض کن مثلا الان بری وسط شهر کسی نبینه. آها بذار من دوستی جا داشتم. پنتاگون. آره من خیلی دوستم برم ببینم ایلینا واقعی هم یا نه. ایریا 51 یا پنتاگون. آره یکی این سوراخ سنبه ها رو برم، چون من الان کارو میگه چه من رفتن یه سری پیش سعدی ابو عطا. آره بگو یه چیزه. آه من فهمیدم، من کره شمالی. من خواستم بگم کره رو که میتونید برید که نمیتونید. چرا؟ تور داره. تور داره تور داره ولی تو کره مثلا فیلم برداری نمیتونید بکنید. تو دم و دستگاه مثلا. آره کیم جون اون. آره بشی دست چپش اون قطارش رو بری ببینی. نمیدونم قطارش چی کدومه. یه قطار مخصوص داره فقط مال خودشه. خودش سوار میشه؟ مخصوص اونو دیگه تنها. اون من خیلی نمیفهمم چو چو. کامنت های برنده رو این تو بیاری سوال خانومه بخونیم. بله ما به خودشون مسیج میدیم دیگه. کامنت های برنده رو به خودشون مسیج بدیم. خب اینجا هم بگیم، اینجا هم اعلام میکنیم. اینو من میگم، این ایشون کسی هم که من انتخاب کردم از توی کامنت های چیز برنده اینستاگرام. مریم فرزادپور گفتن که فکر میکنید که خودکست بیشتر به بیننده ها و شنونده هاتون ارزش رو اضافه کرده یا به خودتون؟ فرزاد جون بگو. من به نظرم خودمون. بگو. به نظر من خودمون. توضیح بدید. آره دیگه خب هر نیم نمره اول برای نظر بود، دو نمره برای فرمولو بنویس برای توضیح. خب هر هفته شما تحقیقایی که میکنین، حالا خودمون یا یه چیزی یاد میگیرین دیگه. ولی خب این خیلی چیز بزرگی اگه من بخوام بگم ما یه چیزی به شنونده هامون اضافه کردیم. فرجوش نه خب اونم تعارف که خیلی نمیادی با جا شما بگو. نه بگو بذار این میخواد یه کانتورشال بگه بگو. نه من میخواد یه کار کنی دیسشیم بگو. نه من ادامه حرف فرزاد رو یه کامنت دادم بگو. گفتم حالا شاید هم خب اضافه میکنیم، یعنی شاید بعضی استفاده کنیم، چرا نگیم که میکنیم، یعنی میکنیم. نه نظر تو اینه که بیشتر به خودت یا به خودم؟ به خودم. و یعنی حتی با اینکه نمیای حس میکنی بیشتر به تو. آره. ببین بیای مثلا ببین چی. آره منم بعضی خودم، من از اولش هم گفتم برای من این یه تراپی سشن محسوب میشه. من احساس میکنم تراپی فارسیشو بگو. تراپی جلسه جلسه مشاوره. تراپ دکتر ترابی چوکیه بود. چوکی چیه میتونی بگی؟ از یکی پرسیدن که فامیلی دکتر چیه، گفت ترابی.
گفت اسم کوچیکشه، گفت فیزیو. من احساس میکنم که به خودم اگه که نبود بخندی. نه نمیدونم چه جوری بیان کنم، احساس میکنم بیشتر به خودم چیزی اضافه کرده. بگو. من از اول قطعا به خودم، به خاطر اینکه دو تا جنب، از دو جنبه من اینو میگم. جنبه اولش اینه که همون تو طول هفته این که ما ذهنمون درگیره اینه که راجع به چه موضوعی صحبت کنیم. کفتر رد میشه پشت سر ما. زیاد کلاغه. گوشامون رو باز میکنیم، چشامون رو باز میکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته، یه موضوع مناسب پیدا کنیم، یا در واقع موضوعی باشه که ذهن ما رو برای مدت زیادی به خودش درگیر کرده باشه. همیشه هم گفتیم این موضوعات شخصیه، بیشتر ما این مسائل رو توی خودمون میبینیم که بعدم میریم بهش میپردازیم. این خب جذابه، هر هفته بالاخره یه درگیری ذهنی، مشغله ذهنی داریم. بعد حالا تا وقت انتخاب موضوع برای من سخت‌ترین بخششه. ببخشید درسته اینو درشو همون نیم پیش کن، چون که توی اون دور میفته نیم پیش. تا بخش انتخاب موضوع برای من سخت‌ترینشه. بعد حالا خود نوشتنش یه لذت خیلی دیگه‌ای داره، خیلی چیزا من یاد میگیرم، خیلی خوش میگذره بهم. این تا وقتی که ما قسمت رو آماده میکنیم، بعد که پخش میشه یه لذت خیلی دیگه ای به زندگی ما اضافه میشه. این که قبلش هم گفتم راجب اون موضوعی که صحبت کردیم، ما یه عالمه اونقدر خوشبخت هستیم که یه عالمه نظر از جوانب مختلف راجب همون موضوع بشنویم، و این خب برای من خیلی جالب. و اون ارتباطی که ما با شماها در واقع با شنونده ها برقرار میکنیم، خیلی وقتا به دوستی ختم میشه، خیلی وقتا به ارتباطات عمیق و بحثای عمیق ختم میشه. یه وقتایی خیلی صحبت کوتاهه، خیلی مکالمه کوتاهه، ولی بسیار تاثیرگذاره. مثلا من دیشب داشتم کامنت های کست باکس رو جواب میدادم، روی اون قسمت هفته پیش هوشنگ یکی نوشته بودش که خیلی تو زمان مناسبی من این اپیزود رو گوش دادم. این یه جمله بود خب، ولی انقدر حس خوبی به من داد اون لحظه که آخش میدونید بالاخره تو ذهن یکی یه تأثیری داشت. این خیلی حس لذت بخشه. یا اون روز من به ایمان گفتم، یه کسی به ما پیغام داد، من شروع کردم جواب دادم توی اینستاگرام، بعد دیلیت کرد. نه پیغام شخصی داره. من بهشون جواب دادم، بهشون گفتم، یکی از با کیفیت ترین پیام هایی بود که ما دریافت کرده بودیم. به ایمانم گفتم خیلی لذت بخش بود، مکالمه بلندی نبود، مکالمه کوتاهی بود، ولی من خیلی از حالا عمقش و از سطح حرف زدن ایشون که حالا فکرشون رو داشتن با ما در میون میذاشتن خیلی لذت بردم. اون برای قضیه هم هست، همیشه اینجوری خوش و خورم پیش نمیره. یه وقتایی ما داریم بحث میکنیم با بقیه، یه چیزی گفتیم که به مذاق بقیه خوش نیومده، مثل هفته پیش راجع به حالا اون کامنتی که اومده بود اعداد و ارقام. من تو این هفته درگیر چند تا بحثی بودم، یکیش به یه جایی رسید که ایشون گفتن که اصلا حیف کامنت من که زیر مثلا پست شما باشه، کامنت رو دیلیت کردم. حیف واقعا. آره من حتی از اونا هم لذت میبرم. من اون موقع به من خوش میگذره وقتی اینقدر مثلا از جنبه مخالف هم داریم با هم صحبت میکنیم. چون حالا اولش هم که با ایمان این قضیه رو شروع کردیم، پادکست رو فرهادم بودن، این بود که ما همیشه میدیدیم که خود ماها خیلی کشش این رو نداریم که بحث کنیم راجع به موضوعی که دو نفرمون تو دو نقطه مقابل هم ایستادیم. خب این توانایی شنیدن نظر مخالف رو نداشتیم، یا همیشه فوری شخصی میشد، میرفتیم تو حالت دفاعی، میخواستیم شخصیت طرف مقابل رو در واقع تخریب کنیم. ما این رو اینجا داریم تمرین میکنیم که من مثلا نظرم راجع به حرفایی که هفته پیش زده شد، اعداد ارقامی که زده شد، من خیلی نظر حالا تندی داشتم، اونور قضیه بودم، یه نفری هم ممکنه مقابل من باشه. این رو ما تمرین میکنیم که چه جوری راجع به این موضوعات بتونیم در واقع صحبت کنیم و اینا به من اضافه میکنه. خدا رو شکر. من بگم اون کامنتی که من انتخاب کردم، سوالی که من انتخاب کرده بودم، فکر کنم ربط داره به سوال قبلی. اینه که مسئله این است، آیا به حرفا و راهکاری که میگید خودتون عمل میکنید؟ نه. واقعیتش اینه که خب شاید خیلی چیزی که میگیم عمل کردنش واقعا سخت باشه. یعنی اینطوری نیست که ما چندین بارم گفتیم ما خودمون به اون راهکارات میدونیم شاید درست باشن، ولی واقعا بعضی موقع عمل نمیکنیم. پس همیشه اینطوری نیست که عمل کرده باشیم. آره جواب نه، قطعا نه. حالا ما گفتیم تو انتخاب موضوع اینا همیشه چیزای شخصیه، مشکلاتی که ما شخصا داریم. آره. ولی چه می‌دونم، ما میایم اینجا راجع به این صحبت میکنیم که باید نظرات همه آدما رو شنید، باید خوب گوش داد، باید سعی کرد درک کرد،
معنیش این نیستش که من همون امشب میتونم این کار رو انجام بدم. چون تغییر یه فرایند تدریجیه، یه فرایند خیلی یواشیه. من امشب 0 تا 100 رو تو یه شب نمیتونم برم. من اگه حالا روی موضوعی که کار میکنیم 1% توی اون قضیه من بهتر بشم، مثلا توی گوش دادن به نظر مخالف، مثلا توی درک کردن هر آدم، هر شخصیتی 1% فقط بهتر بشم و این 1% حالا روی هم جمع بشه، به مرور تاثیر میذاره. ولی اینکه یک شبه ما با همه اینا عمل میکنیم قطعا نه. شما چی؟ منم جوابم شبیهه، ولی یه اپیزود بوده که تا حالا برا من کله پاچه داره. ناخوناتو نخوری. دیدید چه اتفاق افتاده؟ نه خب این که حالا فرق داره. راجع هاتو میک مردر اون اپیزود راجع سیزن دو. بچا فقط بگم زهران فکر کنم هفته آرایش کرده میخواد بیاد بالا. خب. زهرا اگه که میخوای بیاد بالا فقط یه مسیج نیست دیگه. زیبایی در سادگی است دیگه. هرجور راحت. اگه واقعا این درسته لطفاً بگو که من اپیزود مینیمالیزم که کارون رفت تا الان اپیزودی بوده که من حالا تو زندگی معمولیم تغییر خاصی ایجاد نشه، مثلا بیای خونه ما اینطوری نیست که بگی او طرف چه زندگی مینیمالی داره، ولی تو زندگی کردنم یا تو افکارم مثلا یه چیزو میخوام بخرم خیلی تاثیر گذاشته و هنوز دارم به قولی تمرینش پرکتیسش میکنم. همیشه یه کلیک عجیبی تو ذهن من زد و خواهش میکنم. تا حالا متشکرم فرزاد. پس بذار تو میگی من برام زهرا رو بیارم. برای منم اپیزود ایمان بود. چجوری ببینیم؟ از تو اینجا دیگه. از خودمون با همه بس شیم احتمال از اینجا. آره. بگو. اپیزود ایمان خود کم انگاری بود که اون خوب بود. چیزی بود که من بهش فکر کردم. یه اپیزودم تو رفتی کارون قبلا که سر میز میشستیم و این داستانو نبود، یادم نیست اسم اپیزودو، ولی در مورد این حرف میزدی که چجوری رفتار کنیم با آدم ها برسه اون کتاب، آره گوش دادن و اینا، اونم چیز باحالی. الان کسایی که دارن میشنون بعدن، ما داریم یه نفر رو میاریم تو لایف، دارن میان بالا. آره. از اینجا بشنیم، از اون ببینیم. خب ایمان این میکروفون ها چجوری بگیره؟ بیا چسبونش به این میکروفون. اصلا یه طور گوش میده. نه ایش کیفیتون خیلی عالیه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. آره. ما این در بیاریم. آره. نه بچه ها رو میگم. بچه ها میشتن. یه میکروفون بیارم اونجا. اینو. بذار من میارم اینو اونجا. تلویزیون رو چک میکنم. بچه میشن این صدا رو؟ صدای زهرا رو توی هدفوناتو؟ نه. زهرا بذار ببینیم صدا تو. الو. آره. ایمان کی بودی تو؟ برگام سالم با حضور نشده بودم اتون. باشه که بد نیست. خب سلام. خب سلام حسنم. بفهمید چی میخواستین در مورد غیرت میخواستین صحبت کنین؟ غیرت و ناموس و چیزای اینجوری بود. بچه ها میگن زهرا صداش نیست. نه چرا هست؟ نه هست باید من بل کنم، من بگم شما بگید. آره. ما صدا شما رو داریم. آره من بگم باش. اول از همه راجع به این غیرت بگم، در یک جمله کوتاه من اگه بخوام اینو معنی بکنم، میگم غیرت یعنی که ما نذاریم از غیر یعنی غریبه به عزیزمون اذیت و آزاری برسه. حالا این اذیت و آزار میتونه مفاهیم مختلفی داشته باشه، تعاریف متفاوتی داشته باشه تو شرایط مختلف. خب یعنی چی؟ آقا یه وقتی هست من با نگاه یه نفر اذیت میشم، اینجاست که من انتظار دارم مثلا اون کسی که کنار منه غیرتی بشه. یه وقتی هم هست نه آقا من مثلا اوکی هم تو جمع میرم میام، یه غیرتی بازی مسخره تعاریف امروزی که حالا ازش هست و تابوه، اینا رو باید بذاریم کنار. بستگی داره به خود شخص. یه وقتی هست من با دوست پسرم هستم و دوست پسرم اذیت میشه از مثلا یه جمعی که حالا چه میدونم دختر یا پسر، اصلا جنسیتش نمیخوام بکنم،
هر کسی هست و این اذیت میشه. باز این به عنوان مثلا پارتنر شاید یه بخشی از وظیفه من باشه که هوای اون رو تو اون شرایط داشته باشم. این میشه غیرتی بودن ما روی هم. حالا در مورد پدر خانواده، مادر خانواده، خواهر روی مثلا خواهرش و برادرش یا هر چیزی فکر کنم همه جوره صدق میکنه. کارون بیا منو دیس کن. کارون دیس کن. اونجا چه که میگی مثلا شما با دوست از یه نگاهی ناراحت بشی و انتظار داشته باشی طرف واکنش نشون بده، چرا یه نفر دیگه واکنش نشون بده؟ نه خب این واسه شرایطی که طرف مقابل من بخواد که این غیرتی بودنه این وسط باشه، وگرنه نیاز که نیستش اصلا کلا این وسط. مثلا آقا من خودم رو خودم غیرتی هم، کسی بیاد نزدیک من تهش یه زانوه تو وسط پا دیگه به وسط درست گفتن نداره، ولی تهش اینه دیگه، نیاز نیست کسی دیگه باشه که من از من محافظت کن. ولی یه وقته یعنی تجربه ثابت کرده بعضا افراد دوست دارن باشن یا نقشی داشته باشن. اینو بخوایم ازشون کلن بگیریم از اون افراد با اون سلیقه سخت میشه. مثلا ما میایم اینو بهش مسیر میدیم، اینو هدایت میکنیم تو این مسیر که بتونه کنترل شده رفتار کنه شخص، که مثلا پس فردا نیاد با دست در منو تخت خواب قطع کنه بدونه که غیرت تعریفشونه اگرم بخوای غیرتی بازی در بیاری. خب خط قرمز این قضیه کجاست؟ در واقع چجوری محدود تعیین میکنی برای این واکنش نشون دادن؟ پس فردا حالا مثلا همون آدم بخواد به لباس پوشیدن تو ایراد یعنی... بگیره، چجوری میخوای بهش بگی که نه دیگه از اینجا به بعد نباید ایراد بگیری؟ میگم به نظرم تعریف بستگی به من داره نه به اون. یعنی مثلا آقا مثلا نمیدونم تو پسر چه شکلی میشه، مثلا تو خود من مثلا میگم آقا من با این لباسی که میپوشم، من با تیشرت پسر نگشاد راحتم، طرفم که اگه یه جایی من احساس بکنم که مثلا با یه تاپ گردنی راحتم و هیچ چیزی منو آزار نمیده، اون شخص نباید دخالت بکنه. صرفا جایی که من احساس نیاز کنم اون میتونه پررنگ بشه، جایی که من خودم اوکی ام که اون نمیتونه بیاد از طرف من بگه نه تو الان احتیاج داری یه نفر مثلا سوال بستنی بکت باشه. اون برش هم باش راحتی، یعنی طرف مقابلت هم یه جاهایی به تو این اجازه رو بده، یه جاهایی اصلا آره. اجازه رو نده. آره البته اینجا دیگه باز به شخصیت ها ربط داره. مثلا خب من اوکی هم ممکنه یکی دیگه اوکی نباشه، منتها اون کس دیگه که اوکی نیست از اون برم باید این محدودیتی که خودش برای طرف میذاره رو برای خودش بپذیره ها. به نظر من این باید دو طرفه باشه. یعنی من اگر میگم حق نداری به لباس پوشیدن من مثلا گیر بدی، گیر بی خودت، این غیرتی بازی نیست، متقابلا منم به اینکه اون مثلا با کی داره چت میکنه، چی کار میکنه، با کی میره، با کی میاد، کار ندارم دیگه. اینا یه ذره فکر کنم دو طرف هست. خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه. ما اگه کس دیگه ما اگه کس دیگه هم دوستش بیاد در این مورد صحبت کنه به ما بگه، توی همون کامنت ها من دوباره بلند میشم میرم میارم بچه‌ها. کسی دیگه خواست به من بگه من بیام بالا صحبت کنم، یه ساعت آرش کنم الان 5000 تومن الکی با بشیرم بره. ما راضی نبودیم حالا به این نه خدایش راضی بودین اگه اون تریگرد از طوله میمد بالا کف خواب بد میدید. نه نه واقعا زیبایی به باطن آدم هست. ایمان باور داره زیبایی باید در نگاهی تو باشد نه در اون چیزی که بهش مینگرد. باشه مرسی قربان شما، خدافظ. مرسی خدافظ. من قد کن قد نمیشه شما خودتون برید میره، خودتون نمیتونید کجا برم پاچم برم. خب کارو میخوای تو ادامه چیزا رو بری سوال ما ادامه بدم آره که بریم برسیم به بقیه چیزا همه چیزا. تو الان چرا این کارو نکرده بودی؟ نمیدونستم به فکرش نفتاد. روخی جان میشه لطفا به من بگی که این صداها الان درسته مشکلی نداره و از توی صدامو خوبه یا صدامو بد شد؟ شماره کارت تو برو. آره بذار من سوال بعدی بگم. احساس نمیکنید پادکستتون داره تحلیل میره حرفایی که میزنی تو جالب هفته ها مخصوصا؟ بگو منظورش منم دیگه. نه حرفایی که میزنی نه جر و بحثایی که میکنیم. خب اون یه قسمت فان قرار بود یه قسمت بی چارچوب پادکسته. کامنت هایی که روی چیزا میدیم روی جالب هفته ها میدیم و منظورشون بوده یا نه کلا گفتن تحلیل میره مخصوصا اون حرفایی که تو جالب هفته ها میزنی؟ نه خود جالب بده بذار من صدا رو پس خط
الان باید بهتر بشه باز یکم صدا چجوریه؟ صدا بد شده. الان بعد درست شده باشه دیگه. اصلا صدا قطع شد. الو روخی ازم نه روخی. یک دو سه داری بگیم که حداقل صدا چجوریه؟ الان صدای ما رو یه کامنت بدید لطفا. کاش صدا مثل خیلی بلوتوث تو کامل خاموش کنی که مطمئن باشیم. نه عالیه، خوب شد. اوکی خوب عالیه، خوب خوب شد. باش برو بگو چی سوالو یادتون هست؟ آره تحلیل گفتن داره میره اینا. گفتی بدون چارچوب فهمید. اگه بحث جنجالی باشه فکر نکنم ما جلو خودمون رو بگیم که با هم جر و بحث نکنیم. اگه مثلا بحث تحلیل رفتمون باشه، اگه خب تاپیکا رو دوست ندارن یا مثلا به قول تو به مزاقشون خوش نمیاد، خب دیگه مزاق همه فتاها کسری میشن، اون دیگه سرقه‌ایه. من دیزی بگم بعد از 270 تا اپیزود دیگه فکر کنم 230 تا یه ذره خب موضوعات هم ما برمیگردیم، موضوعات قدیمی که استفاده کردیم و دوباره استفاده میکنیم دیگه، تا یه حدی میتونه در واقع تعریف بشه این توش. ولی از اون ورم من به نظرم اینطوری نیست، سبک کلا خودکست داره همینطوری عوض میشه، یعنی یه سبک خاص نیست، مثل روزای اول نیست، موضوعاتی که میریم داره در واقع تغییر پیدا میکنه، حرفایی که میزنیم داره تغییر پیدا میکنه و این به واسطه تجربی که ما داشتیم توی اون هفته یا توی حالا اون مدت زمانی که خودکست وجود داشته. مثلا یه صدا خوب نیست. چرا مگه برنگردونی صدا رو به حالت قبل؟ چرا؟ یه سری میگن خوبه. خود اصلا صدا مهم نیست. صدا تو از کنار اصلا صحبت کن ببین. خوبه احتمالاً. خوبه میگن خوبه، بیا. الان کامنت ها یوتیوب هم میخونیم. خب سریع بریم. من این تحلیل رفتنه رو بذار بگم. بالاخره مثل هر چیز دیگه ممکنه بالا پایین داشته باشه قضیه، وقتای خوبه وقتای بد. ایشون کاش به ما مسیج بدن صحبت کنیم، اگه مطلب خاصی مد نظرشون رو به ما بگن کجا حس میکنن تحلیل رفته، ما خوشحال میشیم که راجبش صحبت کنیم. میخوای یوتیوب رو بگیم بعد اگه بخشو دوباره فقط بریم کامنت برنده ها رو بگیم دیگه الان. آره اصلا الان همه رو داریم، اونا رو میگی؟ میخوام من بخونم برای همه رو؟ آره بخونم. خب کامنت های یوتیوب بگیم چی رو انتخاب کرده یا نگیم؟ ما روشی که رفتیم این بود که هر کس از 5 نفریم، هر کس یه دونه از اینستاگرام و یه دونه از یوتیوب انتخاب کرد که هدیه بدیم. فرزاد شیرین ستوده رو انتخاب کرده، گفتن که راجب سوال این بودش که شما رضایت و لذت رو تو کجای زندگیتون پیدا میکنید یا از انجام دادن چه کارایی. ایشون شیرین ستوده گفته که رضایت از خود برای من بالاترین لذت هست، چون یک لذت لحظه‌ای و وابسته به هورمونی نیست، براش قدم به قدم زحمت باید کشید و ممکنه سالها طول بکشه که به یه حدی از رضایت برسه یک آدم، به شرطی که بتونه یک حدی رو تصور بکنه، نه اینکه هیچ وقت راضی نباشه. راستی من جزو اولین فالوورهای خودکست بودم و همیشه سعی کردم که تو تبلیغش قدمی بردارم. دمتون گرم. چون دوست داشتم دوستانم هم مثل من لذت ببرن. همین هزار تایی شدن رو چقدر براش تلاش کردم، اما الان که وسط صحبتتون یهو تبلیغ میاد، یهو به اون دوربین مهران مدیری باید نگاه کنه و بگن که چرا این اتفاق افتاده. الان هم هستن کامنت دادن گفتن تبلیغ میاد. نه این چی؟ تبلیغ یوتیوب. تبلیغ یوتیوب الان مونتیز کردیم 4 تاست کلا به خدا توی یک ساعت. هر یک رو بیاد اپیزود اول زیادتر اولی اپیزودی آخه تنظیماتشو درست نکرده بودیم دیگه. آره الان تنظیمش کردیم که 4 تا فقط بیاد، هر یک رو بیادونه. آره اولش هم ممکنه بیاد، ببخشید. آره ما هم خیلی دوست نداریم اگر که اد بلاک کنید داشته باشین نمیاد، ولی کاش نداشته باشین. ما هم تبلیغ خیلی دوست نداریم ولی دیگه کارش نمیشه. خب بعد میگی کی انتخاب کرده بود یا نمیگی؟ گفتم گفتی انتخاب کرده بود. این رو روژین انتخاب کرده، این که الان دوست دارم براتون بخونم. آره مریم فرزادپور. خب که ایشون گفتن که چی؟
عموماً لذت حقیقی از جایی میاد که ما پیشبینیش نکردیم یا ازش مطمئن نبودیم. مثل رفتن به جایی که ورای تصور قبلی زیبا یا آرامش بخشه. مثل بر اومدن از عهده کاری که برات نشدنی بوده. مثل دیدن برق چشم کسی وقتی کاری براش میکنی یا چیزی بهش میگی. تو همه اینا ما میدونیم که کار لذت بخشی داریم انجام میدیم، ولی نوع و میزان اون لذت خیلی متفاوته. اینو روژین انتخاب بشنبه. کرده بود. براتون بگم که ایمان گیتی عبدی رو انتخاب کرده، گفتن که معمولا احساس رضایت رو وقتی دارم که میتونم کاری که دارم انجام میدم رو خودم انتخاب کنم و هیچ اجباری پشتش نبوده و تماما مسئولیتش با خودمه و دوست داشته باشمش، حتی اگه بقیه فکر کنن کارم غلط ترینه. آفرین، خیلی قشنگ. براتون بگم که اینو من انتخاب کردم، پوریا تقی پور. لذت و رضایت یعنی آرامش، آرامش، آرامش. آرامش زیباترین مفهوم بشریته بکنم. زیباترین. فرهاد سمانه نظری رو انتخاب کرده، گفتم وقتی هر روز به هدفی که تو ذهنم دارم نزدیکتر میشم و نتیجه اون رو میبینم، وقتی از عهده کاری برمیام که برام نشدنی بوده و وقتی حس میکنم که از ذهن و بدنم خوب دارم مراقبت میکنم. اکثریت مربوط بود به اینکه یه کاری رو انجام بدن، لذت و رضایت رو در انجام دادن کارها میدیدن، مثل همون حرف اون روانشناس توی قسمت هوشنگ که گفته بود که خیلی از انسان‌ها لذت رو در انجام دادن کارها پیدا می‌کنن. بریم یه دور یه یوتیوبر اجبارم پوشش نباشه قشنگه دیگه. آره. آرامش هم باشه. آرام. اینا رو ما بهشون شخصی پیغام میدیم. یوتیوبر هم بگیم که کیا چیز شدن. اینا یوتیوب بود. اینستاگرام ها هم بگیم. آره اینستاگرام تون بگو. اینو کی انتخاب کرده؟ اینو فرزاد انتخاب کرده. داوود میر. میرز. آره نمیخواد بخواد. اگه بخواید دنیا رو با اگه با بخواید با 200,000 با 2000 دلار جهان رو به جای بهتر برای زندگی کردن تبدیل کنید چیکار میکنید؟ با 200,000 تا 2000 دلار. بگو خودت بگو. من چیزی که من تو ذهنم اگه بخوایم جهان رو به یه ریسرچی که دوست دارم و اون فیلدی که دوست دارم دونیت میکنم. فرهاد من به به پناهگاه های حیوانات تو ایران کمک میکنم. ایمان نمیدونم یه پلیستیشن خوب میکره یه پلیستیشن نووی. منم شاید برای ساخت مدرسه یه چیزی کمک کنم به یه جا تو ایران. من چیز میکنم، من میرم توی کشوری که این پول خیلی زیاده مثل ایرانه. آره. تبدیلش که بکنیم بعد یه دونه از این شارک تنک ها رو میندازم، آدما بیان ایده هاشونو بدن. بازم خیلی پول زیادی نمیشه، ولی ایده هاشونو بدم و این پولو میدم به ایده بهتر که شاید مثلا یه کارآفرینی انجام بشه. چهار نفر دیگه هم بهره ببرن. روژین حسن فکر کنم یه ذره آیدیشونو من نمیدونم دقیقاً چی باید بخونی، ولی سوال اینه که اگه همین گروهتون 100 سال پیش به دنیا میومد که جواب بدید. گفتم آره. این روژین انتخاب کرده بود، بعدن تیشرتش میاد. ایمان آیا به حرف و راه کاری که خودتون هم میگید عمل میکنید که صحبت آره. کردیم. منم که گفتم اگه فکر میکنید آباز اسم اونی که ایمان نمیتونیم اسمشو بخونیم سخته. آره یه منم گفتم مریم فرزادپور که گفتم فکر میکنید خودکست بیشتر به بیننده هاش شنونده ها اضافه کرده یا به خودتون. ایشون هم توی یوتیوب برنده شدن هم توی نه یوتیوب چیز متفاوتی آدماش همه متفاوت. اینو فرهاد چیز کرده که اگه یه فیلم ایرانی رو صحنه دار کنی کدوم فیلم بود که همه گفتیم جز تو ابراهیمی برنده شدند و اینا رو باشون صحبت میکنیم. دیگه چیزی مونده؟ یه سری آمار ارقام بده و دیگه تمام کنیم اپیزودش. واقعا گرسنم شده. بسه من آمار رو درم آمار بالاخره باید از یه چیه در آورد. آمار روسیه. خب آمار یوتیوب رو من دارم. متوسط 16 دقیقه و 56 ثانیه یوتیوب رو دیدن، یعنی هر کسی رفته اون تو به طور میانگین 17 دقیقه مثلا نشسته پای اون ویدیوی ما مشتری. از یه ساعت 23% کسایی که یوتیوب رو دیدن از آمریکا بودن، 15% از کانادا. یه چیز عجیبی من دیدم ترسیدم، نوشته بود روسیه. ایران 0.1%. خب یوتیوب تو ایران فیلتره،
برای همه کسایی که اینترنت استفاده میکنن. کیان یه سری ISP ها هستن، اینترنت سرویس پرووایدر ها، که اینا توشون فیلتر نیست و به اونا همه دسترسی ندارن، یک سری آدم خاص فقط دسترسی دارن. یعنی کسایی که گوش میدن وصلن. ما خاص من شنیدم خبرنگارا بعضیشون دارن. آره. مثلا اونا میتونن آره. بیان. یه سری آدم های خاص یوتیوب ما را دیدن از ایران که من ترسیدم. سن رو بخوایم بگیم 23% تو بازه 18 تا 24 سال بودن، 63% همون 63% هم کو تو بازه 25 تا 34 سال بودن، مثل رنج سنی خود ما بودن. 13% توی 35 تا 44 سال بودن. ولی یه چیز جالبی که هست، میانگین کسایی که در واقع میانگین بازدید آدمای تو این رنج سنی 18 تا 24 ساله ها 14 دقیقه دیدن به صورت میانگین. 25 تا 34 ساله ها 17 دقیقه دیدن، 35 تا 44 ساله 18 دقیقه. یعنی سن که بالاتر میره آدم ها با حوصله تر میشن، دیرتر ویدیو رو عوض میکنن، بیشتر میشینن پاش. خیلی بالا اینو تو این عدد هم میشه دید. راجب سراتوینشون جنس، اینو اشتباه یوتیوب مینویسه جنسیت که جنسه. 55% مرد بودن، 45% خانوم بودن. مرد رو تو یوتیوب بیشتر دیدن و مدت زمانی که دیدن به صورت میانگین یکسان بوده، این هم بوده. توی اینا تصویری بود. توی شنیداری ها 68% مرد بودن، 15% زن. not specified داشتیم، یعنی مشخص نکردن جنسیتشون رو، 12%. نان باینری هم داشتیم 5%، یعنی صفر مرد یا زن نبودن، یه حالا تعریف دیگه ای داشتن. میانگین سنی هم شبیه یوتیوبه توی شنیداری ها، بازه 23 تا 27، حالا 35% 28 تا 34، 47%. یه ذره بازاش با اون فرق داره، ولی همون رنج سنی 25 تا 34 بیشترین میانگین بازدید رو داشتن از ما، میانگین شنیدن. و جغرافیش هم ایران 56%، آمریکا 16، کانادا 6%. کست باکس بیشترین شیر رو داشته، سهم رو داشته از این شنیدن. 44% کسایی که شنیدن از کست باکس بوده. اپل پادکست 34%. کلن تعداد چیزها رو تونستی رندر کنی؟ کلن نه در نیاوردم، بود نخواستم در بیارم، تعداد ویو رو در نیاوردم. خوش در میورد دیگه، این همه راه اومدیم. نه اون برای جای دیگه به در میخواد اینجا. خیلی خوب، همین دیگه. فقط یه سوال آخر جواب بدیم، کی برمیگردیم؟ یک و نیم ماه دیگه. آره فکر کنم 4 تا 6 هفته دیگه فکر کنم. آره متعاقبا اعلام میکنید. خوبه؟ تیشرت ها داستانش چجوری میشه؟ تیشرت ها را ها اینم من بگم، ما تیشرت ها هنوز آماده نشده، داره تولید میشه. اینم حالا این دهتایی که هست آخرش نخواهد بود، تعداد زیاد داریم تولید میکنیم و انشالله میتونیم به افراد بیشتری تیشرت ها رو بدیم حالا در طول فصل آینده. چی میخوایی بگم؟ من توضیح هم بدم. بگو. این که ما گفتیم توی یوتیوب کامنت بذارید، ما قبلا گفته بود یوتیوب که به 1000 تا برسه ما از اون بین حالا قرعه کشی میکنیم تیشرت ها رو به یکی میدیم. یکی گفته بود که شما میخواستید اینتراکشن تعامل تو یوتیوبتون بره بالا. این نبوده دلیلش، دلیلش این بودش که ما رفتیم که از بین حالا فالوورایی که توی سابسکرایبرایی که توی یوتیوب داریم 5 نفر رو انتخاب کنیم. مشکلی که هست اینه که یه سری ها میتونن خودشون انتخاب کنن که نشون داده نشن کجا رو فالو کردن. خب و این عدد برای صفحه ما خیلی زیاد بود، برای چنل ما 75% آدم ها دیده نمی شدن. یعنی مثلا ما اگه 100 تا فالوور داشتیم، ما 75% اصلا اسمشو نمی دیدیم. روی اصلا ما فکر کردیم به جای این که حالا این امکان از یه سری ها گرفته بشه، ای کاش اصلا ما توانشو داشتیم به همه شکل می دادیم، توانشو نداریم. گفتیم یه حالت دیگه یا طراحی کنیم که کسایی که حالا یه کاری رو انجام دادن، یعنی این شانس به همه داده بشه که انتخاب بشن. روی این حساب گفتیم کامنت بذارین، وگرنه هدف اصلا این نبوده که تعامل یوتیوب. من از دیگه هم بگم، توی مدتی که نیستیم برنامه داریم که بیشتر فعال باشیم توی یوتیوب، حالا توی اینستاگرام، و اینکه اینطوری نباشه که 6 هفته اصلا هیچ خبری از همون نباشه. سعی خودمون رو می‌کنیم ولی قول نمی‌دیم دیگه، ممکنه بعد قولی بکنیم. یکی کامنت داده مثل آخر هیئت شد، آخرش هست که آروم میشود دیگه. بریم دیگه بچه ها، بریم کاری بریم، خسته نباشید، بریم بیای. خیلی خب، آره تو اون دکمه رو بزن و
من اینجا میگم که ما توی تمام از شما اصلا تو فضای مجازی هستید، ولی ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی یوتیوب هستیم به صورت تصویری، توی اینستاگرام، توی توییتر، توی فیسبوک، همه جا هستیم دیگه. خلاصه میریم و 6 هفته دیگه، نه 4 تا 6 هفته دیگه با یه فصل جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 خدافظ.